نقش و نگار مار بود سرنوشت خلق، با زهر کردند همانا سرشت خلق. هر خوشه صد زبان ملامت کشیده است، زنهار چشم رزق نداری ز کشت خلق. از بحر نان در آتش حرصند روز و شب، بود از گل تنور سرشت خلق. مردم از بیم آتش دوزخ در آتشند، مردم از بیم آتش دوزخ در آتشند. ما را خدا پناه دهد از بهشت خلق. با صد چراغ، با صد چراغ می طلبم عیب خیش را، کو فرصتی که فرق کنم خوب و زشت خلق. به نام خدای رحمان، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، سروران عزیزم. در این حالی که همه چی او هست، هیچ چی او نیست، هم هست هم نیست، این هم هست هم نیست، یک چیزیست که تقریبا میشه گفت که ملموسه. یعنی در واقع هر چیزی رو بگیم هست، وجه الله هست، اما در این حال هم نیست. خصوصا عدید افراد اگر نگاه بکنیم، خیلی ها عدید اونها اصلا نیست، چون هنوز حرکت از ظاهر به باطن رو انجام ندادن. عدید خیلی ها، البته خیلی ها که اینا دیگه اقلیت هن، کسانی هستن که این مرز رو شکستن، مرز حرکت از ظاهر به باطن، این سه رو طی کردن و این مرز چشم ظاهربین شکسته شده و چشم ظاهربین تبدیل شده به چشم باطنبین و میتونن درون رو ببینن و این درون چیزی جز وجه الله نیست. پس برای اونها در دو جهان غیر خدا هیچ نیست. هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست. این کمر هستی موهوم را چون بگشایی به میان هیچ نیست. خب اینا دیگه هر کارش بکنی غیر از این اصلا نمیتونه در واقع بگه و احساس بکنه و در واقع دیگه چشمیست که باز شده دیگه. دیگه گردنش هم بزنی منصور حلاجه دیگه، گردنش هم بزنی دیده دیگه، نمیشه که بگه ندیدم دیگه. این کمر هستی موهوم را در دو جهان غیر خدا هیچ نیست. هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست. استاد ببخشید، حضرت علی میگه که هر کس کلامی به من بیاموزد من رو بنده خیش ساخته است. من. آیا حضرت علی به صرف این که دیگه کسی نیست که چیزی به اون بیاموزه این مطلب رو عنوان کرده یا نه؟ تصور من اینه که نفس قضیه آموختن رو یادآوری کرده و خواسته یادآوری بکنه که هر کس به هر کس، حالا خودش رو این وسط گذاشته، هر کس چیزی یاد بده، خب یک همچین ارزشی و نفس آموختن رو در واقع یادآوری کرده باشند. حالا اگر ما بگیم که به این صورت یک مسائل داره، اگه بگیم به اون صورت یه مسائل دیگه، ما یه چیزی رو بگیریم که در واقع برای ما پیامی داشته باشه، برای ما مسئله رو در واقع به همراه داشته باشه، اینه که نفس آموختن این خودش نفسی است الهی. بعد استاد اینجا بندگی به بنده خود ساختن به معنی غلط مصطلح یا معنی دیگه ای؟ خیر، چون در اون زمان بردهداری بوده و داشتن بنده و خرید بنده و کنیز و اینها یک امری بسیار چیز بوده که برن سر خیابون یک بنده رو بخرن. در واقع نسبت به اون زمان این مسئله اومده که انگار که منو خریده، انگار که من غلام حلقه به گوششم، انگار که من یک همچین مسئله ای رو اومده، نه اینی که حالا اون میشه خدای من میشم بنده او
و الان هم خودمون میگیم آقا ما غلام حلقه به گوشیم، یه چیزی میگیم یعنی گوش به فرمان هستیم، یعنی حالا در نهایت اون آموختن رو پاس میداریم، تقدیر میداریم، ستایش میکنیم و به هر حال قدردان هستیم. این فکر میکنم که از نظر شخصی من با توجه به زمان و مکان و همین چیزا. خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید استاد، در رابطه با اون آیه که فرمودی شما لا تقرب هذا الشجره، نزدیک نشید ولی میشه نزدیک شد، حالا یه آیه دیگه هم هست میگه لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، میگه از خدا و پیغمبر پیشی نگیرید. آیا میشه همین برداشتی که رو اون آیه کردیم رو اینم بکنیم؟ اونجا به این صورت عنوان شده، یعنی که گفته نکنید ولی نشید ولی میتونید بشید. میتونیم بشید. نه، این یعنی اونجا که گفته صداتون رو بلند نکنید، یعنی میتونید صداتون رو بلند بکنید. میدونید البته اینو تو خودش داره که بله ما میتونیم صدامون رو بلند کنیم، گفتن که صداتون رو بلند نکنید. میتونستیم به درخت نزدیک بشیم، گفته نزدیک نشید. میتونیم بزنیم جلو، گفته این کار رو نکنید. احترام رو داشته باشید. درست شد؟ حالا این مسائل، این بخشی از قضایا در واقع نسبت به زمان و مکانه، نسبت به چون محکمات داریم، متشابهات داریم، محکمات اصول و چارچوبایی که هرگز تغییر نمی کنه. مثلا لا اله الا الله، ولی یه سری چیزا هست که نسبت به زمان و نسبت به مکان اومده، مثل اینه که صداتون رو نمیدونم در خونه پیامبر بلند نکنید. درست میگم؟ اما این دیگه مال اون زمان بود، بعد از اون دیگه مصداقی نداره، تموم شده دیگه. دقت میکنید؟ و اینجا دوباره آیا منظور همون بوده یا نبوده؟ من فکر میکنم که جز همون مسائلی است که نسبت به زمان و مکان هست. ببخشید استاد، فکر میکنی زمانش رسیده که بفرمایید در عالم قبل ما چه بودی داشتیم که از دست دادیم؟ ببینید اون بودی رو که اسم ببریم، هر اسمی روش بذاریم برامون قابل درک نیست. هر اسمی بذاریم، چون ادراک شما از دست دادیم، الان هر کاری بکنیم اون بودو نمیتونیم تصورش بکنیم، تجسمش بکنیم. فقط در واقع میخوام بگم که به هیچ عنوان هیچ شباهتی بین اینجا و اونجا نیست. اکثرا وقتی میگه زندگی قبلی، دوباره یه همچین هیبتهایی رو، یک همچین چیزهایی در نظرشون میاد. همونطور که بین این زندگی و زندگی بعدیمون هیچ وجه تشابهی نیست. بین کاربود ذهنی و بین ما وجه تشابهی هست؟ بین اینجا و قبل هم همینطوره. حالا هر اسمی بذاریم برامون غیر قابل ادراکه. اینجا مرکب و چیزی که از اینجا انتقال پیدا میکنه نفس، اون منی که متغیره از اینجا میاد، این مرکب در اینجا براش آماده است، اون میاد این مرکب رو میگیره. الان از اینجا به زندگی بعدی اون مرکب همین الان داره دوران جنینیش رو طی میکنه، دوران جنینیش رو داره سپری میکنه و بعد از اون متولد میشه. گفتیم کاربود ذهنی، الان ما تخیل میتونیم بکنیم، درسته؟ تخیل ما بالقوه است. آیا تخیل ما میتونه تبدیل به بالفعل بشه؟ یعنی الان ما اگر یک ماشین رو اینجا تجسم کنیم، این ماشین اینجا ظاهر میشه؟ بله؟ نمیشه. بنابراین تخیل ما الان بالقوه وجود داره، بالفعل نیست. این که انتقال پیدا میکنه به زندگی بعدی، تخیل ما الان داره دوران جنینی رو طی میکنه، در اونجا متولد میشه، این تخیل بالفعل خواهد بود. تخیل اساس زندگی بعدی تخیل بالفعله که هر چی رو بگیم خلق بشه،
هر چی رو بگیم آنن ایجاد بشه، هر چی رو که بگیم چی بشه؟ ایجاد بشه. و در زندگی بعدی بخشی هست که بالقوه است و بعد تبدیل به بالفعل میشه. یه زندگی ما قبل ما قابلیت تخیل نداشتیم، اینجا قابلیت تخیل داریم، منتها بالقوه است. خب ببینید یک مسائل رو به این شکل که زندگی قبلی زندگی بوده که هیچ چیزی از بُعد تخیل در اون نقشی نداشته، اما در اینجا یه نطفه‌ای شکل گرفته که بالقوه است. این نطفه است، یعنی در اینجا تخیل دوران نطفگیشو داره طی میکنه و بالقوه است. اما تو زندگی بعدی همه این تبدیل به بالفعل میشه. و یک موضوع دیگری در زندگی بعدی دوباره در اونجا دوره نطفگیشو شروع میکنه، یعنی بالقوه، تا در زندگی بعدی به بالفعل تبدیل بشه. این مباحث برای خودش یک پیچیدگی هایی داره که اضافه کردن یک بُعد هم به اون کاملا مسئله رو پیچیده تر میکنه و فقط نشون میده که ما در قبل نیازمندتر از اینجا بودیم، اینجا بی نیازتریم و در زندگی بعدی باز هم بی نیازتر میشیم. همینطوری داریم حرکت میکنیم به سمت بی نیازی، حرکت میکنیم به سمت گسترده تر شدن. خب اینجا الان کمتر گسترده ایم تا زندگی بعدی دیگه، در زندگی بعدی گسترده تریم. مفهوم الیه راجعون، مفهوم الیه راجعون حرکت به سمت گستردگی است، حرکت به سمت بی نیازی است، حرکت به سمت دانایی است، حرکت به سمت آگاهی است. خب امروز اگر آگاه میتونیم آگاه تر از دیروز باشیم، یعنی میبایستی بودیم. این آگاه تر بودن همینطور روز به روز، یعنی حرکت به سمت او یا الیه راجعون. اون چیزی که انتقال پیدا میکنه نتیجه اعمال، تفکر و اون چه که داریم نتیجهش انتقال پیدا میکنه. خب چون مسائل زندگی بعدی کاملا چارچوبش با اینجا فرق میکنه، در اونجا کارایی که قراره بشه کاملا با اینجا فرق میکنه. دلیلش هم مشخصه، حداقل مکان رو نداره. این مکان، نبود مکان، میدونید چقدر تغییر ایجاد میکنه توی نحوه زندگی؟ تمام چیزهایی که انتقال پیدا میکنه در واقع نتیجه این هاست. نتیجه چه نتیجه گرفتیم؟ چه مثل پایان نامه میمونه که برای دکترا نوشته بشه، میگن که این همه سالها رفتی اومدی رفتی اومدی رفتی اومدی، بگو ببینیم چه نتیجه گرفتی. درسته؟ نمیگم برو مشقای کلاس یک و اینا رو وردار بیار که دفترهای نمیدونم مال دبیرستان نمیدونم همه رو جمع کن وردار بیار ببینیم که چی کار کردی. یعنی کمیتی نیست، درسته یا نه؟ میگن وردار یه تزی بده، یه تز. اون تز چجوری ایجاد میشه؟ بله چطوری ایجاد میشه؟ که فرد چه نتیجه ای از این همه آمد و رفت گرفته، چه نتیجه گرفته، اون میشه تز. نه دفتر مشقشو میخوان نگاه کنن نه اون مسئله، نتیجه ای که از این قضایا گرفتن این وسط میشه سواد فرد، میشه سواد اون دکترا. اما یک محض کارما وجود داره، اون سوء سابقه است. اون اینا همه ثبت و ضبط دیگه، سوء سابقه است. درست شد یا نه؟ ببینید این مثال رو شنیدین که گفتیم فرض کنید یک محصلی، یک بچه محصلی تا حالا 100 بار صفر گرفته،
امروز همین محصل میگیره 20، امروز فردا میگیره 20، آیا صفرهای گذشته او به حساب میاد؟ بله؟ آیا شما میتونید بگید که وقتی یه دیکته درست مینویسه میتونید بگید نه این دیکته تو قبول نیست چون دیروز صفر گرفتی، تا حالا 100 بار صفر گرفتی؟ میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. و بالعکسش، و بالعکسش تا حالا همش میگرفتی 20، امروز میگیره 10، میگیره 5. اهمیتی داره؟ میگه که آقا امروز فعلا این اشکالاتو داره، دیروز میگرفتی 20 اون مال دیروز بوده. مثل اینه که میگن جوانی کجایی که یادت بخیر، دیروز یادش بخیر من وزنه برم، میگن آقا امروز که نمیتونی. این نتیجه آخرین صورت وضعیت اینه که بلد نیستی یا نمیتونی، یا آخرین صورت وضعیت حسابه. اما در یک پرونده هایی موجوده که یه نفر از اون اول سورس اولو چند گرفته، سورس دوم چند گرفته، نمیدونم، میتونه وارد جزئیات و دیتیلی بشه. این دیتیل از بین نمیره، حسن سابقه، سوء سابقه از بین نمیره. و همینه که میگه من دیروز بلند وزنی دارم، چقدر بلند میکردم، امروز جوانی کجایی که یادش بخیر، یک مدارکی میاد نشون میده که بله، خب یه همچین چیزی بوده. بنابراین ما یه بار کارمایی داریم که اون بار کارمایی هی لایه بین ما و او رو چیکار میکنه؟ کلفت‌تر میکنه. خب همونی که قراره در جهنم از بین بره. اما یک بار بالفعل داریم که میگن آقا امروز چی بلدی؟ اقرا کتابک، ببین امروز چی بلدی؟ امروز چی داری؟ چه تزی داری میدی؟ تزتو بده. نمیگم برو بیا دفترهای کلاس یکی دو بیار ببینیم که چقدر خوش خط مینوشتی. نتیجه حاصل از این آمد و رفت چی بود؟ چه دستگیرت شد؟ سن کهنسالی تو همین مرحله سن بسیار مهمی است. سنی است که پایان نامه یا تز قشنگ نوشته بشه. همه فکر میکنن که در واقع ای داد بیداد و ای فلان و ای بیسار و نشد و از این صحبت هاست، و یا اینکه دیروز چی بود. اما یعنی در واقع عمدتا سن کهنسالی سن ناامیدی است، سن ترس، سن یأس، سن از این جور مسائل، در حالی که سن شکوفایی است. به دلیل اینه که دو صفحه عبارت خوب یه تزی رو ارائه میده که اون تز نشون میده که یک نفر پایان نامه قشنگی داره، از این آمد و رفت تز قشنگی به دست آورده. اون تزه که مهمه، اون تزه که داره حرف آخر رو میزنه. و بقیه مسائل اینکه چه کردیم، چی شده، خب همه آمد و رفتار رو رفتیم، صفر گرفتیم، 10 گرفتیم، 20 گرفتیم، 15 گرفتیم، همین اینا بازی بود دیگه. اون عدد و 10 گرفتیم و صفر گرفتیم همش بازی بود. بازی بود برای چی؟ بازی بود برای اینکه یه جایی ما صاحب تز بشیم، صاحب راه بشیم، صاحب مسلک بشیم، صاحب فکر بشیم. همش بازی بود. نه اون 20ش الان میدونیم دیگه، حالا اون موقع مهم بوده یا نبوده، الان میدونیم که نه، اینا ما در واقع در یک بازی شرکت کردیم. همینا قرار بود که بریم و بیایم، بریم و بیایم، آخر دفعه بدونیم که هدف از رفتن و آمدن ما چی بود. و سلام. دوران نه ببینید ما نشد دیگه، آقا معلوم نیست به کهنسالی برسیم. اجازه بدید. میدونید چیه؟ ما یه تفکری داریم، یک تفکری داریم، تفکر مطلق گرایی است. خاطرتون هست نسبیت رو گفتیم؟ یه تفکری داریم که هر چی بگیم فوراً سیاه سفید، اگه بگیم سن کهنسالی سن شکوفایی است،
فوراً این نتیجه رو تفکر ببخشید خانم مؤسسه، این تفکر میگه که خب عالیه دیگه، ما این بقیهش رو هیچی، این یه تیکه رو بیایم شکوفاش کنیم. یک مسئله است، اولا ما نمیدونیم که، هیچ کس نمیدونه آیا به سن کهنسالی میرسه یا نمیرسه. یک، دو، این مطلب رو میدونیم که نمیدونیم چه چیزایی رو باید شکار کنیم، کی شکار کنیم، چطوری بشه، هیچی نمیدونیم که بگیم حالا بیا این سن رو اینجوری بگذرونیم تا اون سن چیکار کنیم. هیچ کدوم از این مسائل رو نمیدونیم و طوری طراحی کردن که این موجود سوء استفادهگر نتونه این حساب کتابا رو پیش خودش بشینه بکنه. به این دلیل در واقع قانون تولد و مرگ و غیره و همینا اومده و این مسائل که ما نتونیم از این حساب کتاب ها برای خودمون داشته باشیم. منظور من از این صحبت این نیست که زمانهایی رو دنبال مسائل کمال نباشیم، بعد یه روزی بیان بشینیم میگیم خب جمع‌بندی کنیم. شما چند نفر رو دیدین که جمع‌بندی داشتن؟ این همه آدمی که داریم میبینیم چند نفر رو میبینیم که جمع‌بندی دارن؟ چند نفر تز دارن؟ ندارن. تازه کسانی که از ابتدای زندگیشون هم گفتن ما باید کمال رو پیدا کنیم، وای به حال اینه که بگیم خب بریم تا اونجا بلش کن بعدن آخر چیز یک کاری میکنیم. از کجا یک کاری میکنیم؟ چجوری یک کاری میکنیم؟ این مسئله نیاز به برنامه‌ریزی داره، اما در یک شرایطی هم همراه با تغافل بوده، همراه با ناآگاهی بوده، از دستمون رفته. حالا چیکار باید بکنیم؟ میشه در یک لحظه دیدین که کمال لحظه بود. چون بعضی از دوستان میگن ما که فرصت ها دستمون رفته، اینطوری نیست و در واقع میشه در هر لحظه ای تزی رو آفرید، در هر زمانی به یک نتیجه رسید. اون نتیجه است که همه این آمد و رفت ما همین نتیجه است. اشاره بکنیم به یک شعر نمونه که در واقع همین پایان نامه رو نشون میده. عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا به سر ایثار شد. این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از اون عمری که با من زیستم. خب دو خط شه، حیف از آن عمری که با من زیستم. این پایان نامه ای که ما با گناه و ظلمت و تاریکی و نور و همینا بازی کردیم که به یک موضوع برسیم، به این نتیجه برسیم که در واقع اون این دیگر من نیستم، تموم شد. اون من مرد، بمیرید قبل از موتی که گفته میشه در قرآن، این اینجا اتفاق میفته، میمیره اون من سابق، اون من پوشالیه، اون مرد. این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از اون عمری که با من، اون من سابق تموم شد. دقت میکنید؟ با یک دو خط شعر تزشو ارائه میده. عشق چون در سینه‌ام بیدار شد، از طلب پا تا به سر ایثار شد. ایثار جزء تبعات عشق دیگه. خب از طلب پا تا به سر ایثار شد. این دیگر من نیستم، من نیستم، حیف از اون عمری که با من زیستم، حیف از اون عمری که با اون منه سر کردم. نمیدونستیم و یه روزی بیدار شدیم دیدیم که نه، اون منه من است که به درد ما نمیخورد. ما دلش به هر حال، یا ایها المدثر قم فانذر، ای گلیم بر خود پیچیده. کدوم گلیم؟ گلیم افکار پوسیده گذشته. بلند شو نگاه کن، نگاه کن، متا این نگاه دیگه اون نگاه سابق نیست. پاشو نگاه کن، پاشو حالا با این دید جدید نگاه بکن و بقیه مسائل درست شد. این پیام همینه.
زندگی زمینی ما هم انقدر کوتاهه که فقط ما میتونیم من از ظلمات الی نور، ما فقط میتونیم یه چرخشی بکنیم، ما با آن مقصد عالی نتوانیم رسید. اینجا یه جزء کوچکیست که فقط یک درسای پایه رو ما میگیریم، تازه برای زندگی بعدی، برای شکوفایی در زندگی بعدی اینجا فرصتی نداریم، اصولا کار چندانی نمیتونیم بکنیم. افراد معمولی متولد میشن، میان به یک سن، به یک شکوفایی میرسن، بعد سقوط میکنن. ذهن و روان و جسم از این نمودار تبعیت میکنه. این محور شکوفایی، این محور زمان. خب یعنی بعد از اینه که سن شکوفایی میان سالی پشت سر گذاشته شد، روان و ذهن و جسم در واقع سقوط میکنه. جسم که خب شکسته میشه، ذهن میبینید که فراموشکاری میاد، ذهن میبینید که ذهنیت فراموشکاری میاد، همه میگن دیگه آره پا به سن گذاشتیم و اینا دیگه، یعنی خب پا به سن گذاشتیم، فراموشکاری جز لازمه شه، یعنی به صورت قانون در بین عوام این مسئله ظاهر شده و جا افتاده که خب دیگه ما سنمون میانسالی گذشت، طبیعتاً دیگه باید فراموشکار بشیم، درست یا نه؟ از نظر روان هم هرچی میاد جلوتر به بچگی، خب به بچگی نزدیکتر میشه، طوری که مثلا در 80 سالگی معادل بچه 5 سال هست، حتی به مراتب بدتر، لجباز، بهانه‌جو، سرتق و مسائل که اینو تجربه کردین دوستان میدونن، امکان نداره غیر از این باشه، به طوری که شما تعجب میکنین که در واقع این برای چی میخواد به دست بیاره، یعنی دست خودش نیست، در واقع اینا این نمودارها قانون گذاشتن آدم معمولی این روند رو طی کنه. اما کسانی که در زمین تعالی کار کرده باشند، گفتیم که روان و ذهن تازه بعد از سن میانسالی تازه شکوفا میشه، تازه بعد از 40 سالگی یعنی دوران شکوفایی روان و ذهن، روانی روان، ذهنی قدرتمند. اکثر افراد بزرگ تاریخ که به هر حال نامشون در تاریخ ثبت به عنوان تعالی، به عنوان مسائل مختلف، درست بعد از 40 سالگی تازه شکوفایشون آشکار شده، درست بعد از میانسالی آشکار شده. و شما میتونید ببینید که در واقع خیلی ها هستن با سنین بالا، حافظه بسیار قدرتمند، از جوانها قوی تر و ذهنی شفاف، روانی روان که هیچ آثاری در اون وسلا، در اون روان از لجبازی، از نمیدونم چیه، بچگانه در اون نیست. این هم تجربه کردید، حتما دیدید. خب بنابراین این پایه‌گذاری هایی که میبایستی قبلا میشده ولیکن در هر برهه‌ای میشه نمودار رو عوضش کرد. خوشبختانه این نمودار در هر جایی میتونه تغییر بکنه. بر اساس این نمودار گفتیم هر کسی آلزایمر نمیگیره. خب ما تجربه خودمون نشون داده خیلی ها که اومدن، خیلی ها که دوچار فراموشکاری دارم چی مسائل بوده، یه دفعه روندشون تغییر کرده. این به صورت تجربی ما مشاهده کردیم، حتما شما مشاهده کردین، شما حتما با افراد سالمند کار کردین، یه دفعه دیدید که یک روندی جدیدی در اونها ایجاد شد. چند نفر این تجربه رو دارن؟
این یک مسئله تجربه است که میتونیم داشته باشیم. بنابراین هیچ کجا جای ناامیدی نیست، هیچ کجایی از این مورد جای ناامیدی نیست، ولی آیا این نمودارها دروغه؟ آیا این نمودارها با واقعیت تطابق نداره؟ خب این نمودارها درسته، این نمودارها واقعی است و شامل حال همه میشه و شده. بنابراین اینجا که میگیم سن شکوفایی یا دورانی که میتونه دوران شکوفایی باشه، با یه تحول کوچیک کافیه کسی در به اصطلاح دو کلمه است، دو خط بود، یه خط بود، در یک جایی پیدا بکنه و مسئله برای این دوره حل از نقطه نظر داشتن یک پایان نامه قابل قبول، یه پایان نامه مقبول، یه پایان نامه که نشون بده که بالاخره از این آمد و رفت فرد متوجه شد منظور چی بوده و چی میخواسته بشه. بشر، انسان در همین مقطع سر و کار داریم. جایی که پیامبر میگه انا بشرون مثلکم، منم مثل شما بشر هستم. بشر، انسان، این در همین مقطع با سر و کار داریم. اما در مورد مالک یوم الدین، صاحب روز دین، صاحب روز دین، مرام، روزی که هر کسی با مرام خودش میاد، روزی که هر کسی با دین خودش میاد، هر کسی با اعتقاد خودش میاد، هر کسی رو با مرام خودش، هر کسی با مرام خودش مورد چی قرار میگیره؟ توسط خودش هم. اما حالا اینو موضوع پیچیده نشه میذاریمش کنار. هر کسی با مرام خودش میاد. میگن که اقرا کتاب دو خوب ببینیم چی پیدا کردیم. میگه که من پیدا کردم که این راه درسته. میگن خیلی خوب، بیا ببینیم این راه درسته، ببینیم که تو مطابق این راهی که خودت پیدا کردی چه کردی، درسته؟ حالا بعد میبینه که اون چیزی که خودش پیدا کرده با اون چیزی که عمل کرده باز فرق داره. مثلا فرض کنید که من از همه چیزاشو میگم، ممکنه کسی بگه که من پیدا کردم که علم بهترین ملاکه. میگن خیلی خوب، بیا بر اساس همین ملاک خودت محاکمت کنیم. حالا به همین صورت عامیانه من میگم، اصلا اینا اینجوری نیست، این برداشته که ما داریم برداشته زمینی است. خب میگه بسیار خوب، این سیگار چی بود دستت اونجا؟ مگه علم نگفت که این سیگار مضره؟ مگه نگفت که نمیدونم این مشکلات رو برات ایجاد میکنه؟ و بعد همون علم آخر دفعه رأی صادر میکنه که آقا این محکوم شد. اون میگه که من نمیدونم برهمایی هم، این میگه من نمیدونم من این قضیه رو پیدا کردم، اون میگه من اون مسئله رو پیدا کردم. هر کسی رو از این 7 میلیارد نفر با اعتقاد خودش محاکمش بکنن کم و کسر میاره، درسته؟ هر کسی رو با اعتقاد خودش محاکمش بکنن، بگه آقا تو بگو بریم چی میگی، با همون اعتقاد خودش وقتی بخواد مورد محاکمه قرار بگیره کم و کسر میاره. ما یک نرم افزاری داریم که حالا جزء فطرت هم هست. اگر با اون نرم افزار هم ما مورد مؤاخذه، مثلا الان میگیم انسانیت، درسته یا نه؟ درسته؟ یه انسانیت یه چیزیست که 7 میلیارد انسان میگن انسانیت، حتی دزدم، قاتلم، سارقم، نمیدونم، همه میگن که انسانیت، درسته؟ هیچ چیزی هم که وجود نداشته باشه همون چیزیست که فطریست. خب مثلا لازم نیست که ما در یک کتابی یا در کتب مقدس بخونیم که فرضاً آدم کشی بده،
اگرم بمونم نمیگفتند ما فطرتاً میدونستیم که بده. لازم نیست بگن که دوزی نمیدونم حق و ناس اینا بده، دروغ بده. ما خودمون میدونیم که توجه میکنید یه بچه 2 ساله رو زیر نظر بگیرین در مورد دروغ مثلا. اینو زیر نظر بگیرین ببینین که اون میدونه که راجع به مسئله دروغ کجا استفاده بکنه، چرا استفاده میکنه و خوبه یا بده. میدونه که این همه اینا رو میدونه. کتب مقدس تأکیدی بر یه سری مسائل داره، وگرنه انسان قبل از تاریخچه کتب مقدس هم میدونسته که چی خوبه چی بده. بنابراین اون چه که انسان حالا توی این مقطعش مقاطع دیگه هم که اضافه میشه بهش، ولی ما فرض کنیم که همین مقطع رو میخوان مورد بازخواست قرار بدن، در مورد بازخواست قرار دادن همین مقطع اینه که میگن خودت، خب همون ملاکی که خودت میگی، هر چی که تو میگی، اون چی که خودت ملاک میذاری، به قولی ما میگیم کلاتو قاضی کن، چی میگی بگو، چه چیزی رو برات ملاک قرار بدیم، مطابق کدوم قانون باید رفتار بکنیم، خودت انتخاب کن. درسته؟ یکی از مظاهر عدالت الهی چه پیدا کردی؟ مالک یوم الدین، صاحب روز ادیان، روز دینها، روز مرام، روز راه، روز روشها، روز ملاکها، روز معیارها، خب روز جزا با چه معیاری؟ روز جزا بس اینجاست که حالا میلیاردها انسان از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ میرن میان و اونجا در اون روز مطابق اون چیزی که پیدا کردند. مثال زدیم یکیش همینه که آقا من فقط علمو قبول دارم دیگه. مثلا این تفکر ماتریالیستی درست شد، یه تفکر ماتریالیستی میگه من فقط علم. با همون علم درست شد یا نه؟ با همون علم پیچوندن همانا و خب کم آوردن همان و عدالت الهی جاری است. عدالت الهی جاری است. جانم بفهمده استاد شیطان الان عبادت میکنه یا نمیکنه؟ چون خدا فرمود از اول از کافرین بود. کافر پوشاننده حق گفتیم که کمال یعنی حق، ضد کمال یعنی پوشاننده حق. ضد کمال باید کافر باشه، یعنی کفر یعنی پوشانیدن دیگه، کفر پوشانیدن، پوشان باید حق رو بپوشونه دیگه. اگه بخواد حق رو نپوشونه که کار درست در نمیاد که. این باید حق رو ارائه بده، این باید بپوشونتش. همین الان خودمون میبینیم یک مسئله پیش میاد، حق رو چیز میکنیم، از اون ور اون میپوشونتش که ما این ور اون ور ویلان و سرگردان میمونیم که از این طرف بریم یا از اون طرف بریم. مأموریتش اینه، مأموریتش و نقشش اینه که این بپوشونه، اون داره چیکار میکنه؟ آشکار میکنه این میپوشونه. چون فرمودی سهوان بوده، عمدی نبوده، شاید یه مأموریتی بوده. حالا شاید اون مأموریت رو داره ظاهرا انجام میده ولی خب باطنا داره عبادت میکنه. بله، من همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یک جایی ما به این نتیجه میرسیم که کفر و دین در بر عشاق نیکوکار یکیست، کعبه و بتکده و زبه و زنار یکیست. اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوقه و عاشق دل و دلداده یکیست. در دو جهان غیر خدا هیچ نیست. هیچ مگو غیر که آن هیچ نیست. اصلا ما در دو جهان، ده جهان اصلا غیر از خدا چیزی نداریم. اصلا چیزی نیست، چیزی نمیتونه باشه. این مطلبی است که به اصطلاح اگر بخوایم درکش بکنیم یکی از مهمترین یعنی مسائل است که
غیر خدا هیچ نیست، چیزی غیر از خدا نداریم، هر چی که داریم تجلیات مختلفی از خودشه، تجلیات مختلفیه، ما هم یک تجلی از او هستیم و اون چی رو که اسم ببریم دوباره تجلی خودشه که به صورت‌های مختلفی در جاهای مختلف به منظورهای مختلف تجلی پیدا کرده. شیطان از کجا آمده؟ مخلوق از کجا میاد؟ از خالق نشأت میگیره، از خالقه. ما میگیم خلق کرد و وقتی میگیم خلق کرد دیگه مجزا به حساب میاریم، اما هیچ ساختمانی از معمارش جدا نیست، درسته؟ هیچ ساختمانی از معمارش جدا نیست و در کل، حالا در کل که بیاییم، هیچ چیزی نیست که در واقع از خالق، از به اصطلاح اون مبدع اصلی جدا باشه. و یک منشور ما داریم که نور بیرنگی به اون تابیده، از این سمت ما دو تا رنگ، ده تا رنگ، هفت تا رنگ مختلف داریم، اینو برش گردونیم از اون طرف میشه همون نور بیرنگ اصلی. این یکی از بزرگترین ادراکاتی است که در دنیای کیفیت میتونه پیش بیاد، یعنی یک نفر درک بکنه که در واقع این طرف به چه صورت ایجاد شده و هدف چیه، هدف از خلقت چیه. ما رو بین دو جریان مثبت و منفی قرار دادن تا اون مسئله ایجاد بشه، اگر این نبود اون به درد نمیخورد، اگر اون نبود این به درد نمیخورد. اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن، با وجود همدیگه معنا میدن. میگیم هوشمندی مثبت، هوشمندی منفی، عمل عکس العمل، درسته؟ تجزیه ترکیب، اگر تجزیه نباشه ترکیب چه درد میخوره، ترکیب نباشه تجزیه چه درد میخوره، میشه عالم تک قطبی. اینا از بحث های پایه در واقع این کیفیت شناسی است. خب یعنی در عرفان یعنی کیفیت شناسی هستی، کیفیت شناسی وجود، حالا چه ما چه کلیت هستی. عبادت به جا آوردن رسالت بندگی. یکی از رسالت‌های عمده ما یه سیستم بازیافت زباله بودیم، ما رو انداختن بین انبوهی از ببخشید من اینطوری میگم، انبوهی از زباله. تو زباله مثبت هست، منفی هست، یعنی چیزی با ارزش هست، یعنی در واقع یه چیزی هم هست که از نظر ما بی ارزشه، اما همه اینا رو میکشه اون تو، ازش چی میده بیرون؟ گفتیم ثروت. زباله مساوی با ثروت، درست یا نه؟ یک انسان در واقع یک سیستم بازیافت زباله بود، انداختنش بین خوبی ها بدی ها. آیا میتونست همین کار رو بکنه یا نمیتونست؟ قابلیتش رو داشت یا نداشت؟ خوب بد، خوب بد، خوب بد، نتیجه خوب 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 خوب. تجربه بد هم ثروته. ما اگر با گناه بازی نمی کردیم چی می شد؟ بله؟ ما اگر تجارب بدمون نبود چی می شد؟ بله، ما در واقع از این که در ظلمت بودیم تصمیم گرفتیم خودمون رو نجات بدیم. اگه تو ظلمت نبودیم که اصلا همچه تصمیم می گرفتیم؟ بله؟ لذا بنده شخصا از این که در ظلمت بودم چی هستم؟ دقیقا این ثروت مادی معنوی مصداقشون اصلا با همدیگه میخونه. شما اگر، من میگم خودم، من اگر اشتباه نمی کردم به فکر جبران اشتباه میافتادم؟ نه. خب اون اشتباه در این حال برای من یک ثروتی شده الان، میدونید؟ میتونه هم اشتباه رو اشتباه، ضرر رو ضرر باشه، میتونه همون اشتباه خودش بشه
یک سرمایه مثل همون بازیافت زباله است. درست شد یا نه؟ بنابراین یک بحثی هست که توی عمل کرده، یک بحثی هست که توی به اصطلاح بُعد کمیتی داره، یک بحثی بُعد کیفیتی داره. بُعد کیفیت قضیه میاد به اصطلاح این طرف، یکی از رسالت ها تسلیم شدنه. مسئله تسلیم رو با هم به کرات دنبال کردیم، هنوزم داریم دنبال میکنیم. خب دست از تلاش برداشتن، نه تلاش تو بُعد زمینی، تلاش در بُعد جسم، روان، ذهن. ما اومدیم دیدیم که در حلقه او تلاش جسمانی داریم یا نداریم. تلاش جسمانی چه تلاشی بکنیم؟ بگین تو الان انجام بدیم تلاش جسمانی بکنیم که یه اتفاقی بیفته. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تلاش روانی، تلاش ذهنی دیدیم که به اون مکان بدیم دوش مشکله. بگیم خدای آسمان، یادتون هست که این بحثا رو در ترم قبل با هم داشتیم. بگیم خدای آسمان، بگیم خدای اینجا، خدای اونجا. عرض کنم خدمتون بازی‌های احساسی بکنیم که روان دنبال می‌کنه. هر کاری بکنیم چیه؟ فایده‌ای نداره. رسی اینها عدم تلاش ما رو نزدیک کرد به تسلیم. یعنی در واقع محو، قبلش بگیم به محو ما رو رسون، محو شدیم. محو میخواد بگه تسلیم. خب پس بنده عبدالله چه مشخصی داره؟ مشخصش اینه که تسلیمه، محوه. محو باید نه صرف، این را بدان گر تو محوی بی خطر در آبران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. یاد گرفتیم، یعنی داریم مثلا یاد میگیریم که در مقابل با او تسلیم. این میشه عبدالله. حالا وقتی تسلیم شدیم بقیه مسائل دیگه اتفاق میفته. تا تسلیم نشیم خبری نیست. حالا پس یک محور اساسی کیفیتی داره، یه سری مسائل کمیتی و کاربردی اونا داره، مثل همین سیستم بازیافت زباله که ما اومده بودیم ما رو فرستادن اینجا این کارو بکنیم. توجه میکنید؟ ما رو فرستاده بودن اینجا بلکه برای خودمون ثروت اندوزی بکنیم. عده دیگه ای تصور میکنن ما رو فرستادن اینجا که ما هی بگیم خدا مخلصیم، چاکریم، ما رو غضب نکن. اون کارها راههایی بود که ما انجام بدیم به تسلیم برسیم. یعنی تمام مسائل که تحت نام مسائل عبادی برای بشر تعریف شده از عهد عتیق، راههایی بود که ما به توسط اون بتونیم بیایم به این تسلیم برسیم. تسلیم رو به ما توصیه کردن. ان الدین عند الله اسلام. تنها مرام نزد او مرام تسلیم شدن، مرام تسلیم شدنه. وگرنه خداوند اصلا به ما نیازی نداره که ما یه سری کار رو انجام بدیم، اما اون کارها رو انجام میدیم تا تسلیم شدن اتفاق بیفته. مسائلی مثل نماز، حج، روزه، نمیدونم حالا همه این کارهایی که دنبال میشه، اینها راههایی بودن که ما رو به این مسئله نزدیک بکنه. همه اونا درسهای این قضیه بودن. توان انسان چقدره؟ انسان چقدر توانایی داره؟ این اشرف مخلوقات، میگیم اشرف مخلوقات چقدر توان داره؟ خب حالا 124,000 به اضافه تعدادی هم قدیسین در سر تا سر طول تاریخ و سر تا سر به هر حال مثلا جهان
حالا دیگه نمیدونیم دقیقا چقدر بشه، الگوهایی هستن که توانایی انسان رو به معرض نمایش گذاشتن. مثلا میگیم صبر ایوب، خب، و همینجوری این الگوها هر کدوم بت شکنی، نمیدونم ظلم ستیزی، نمیدونم همینطوری تسلیم مسلمانی ابراهیم، ابراهیم الذی وفا، اولین مسلمان، حالا نه اینکه اولین مسلمان، یعنی الگوی مسلمانی، الگوی تسلیم. خب و دیگه حالا همینطوری مواردی رو که بیایم ذکر بکنیم، الگوی مبارزه با وابستگی کی بوده؟ خب بله دیگه، اینا رو همه رو تا اونجایی که آمادگی داره که به طور سوریه، البته خب میدونیم هدفی نبوده، ولی عامل قوی ترین عامل وابستگی رو که فرزند هست اونجا چیکار کنه؟ آماده بتونه. هر کدوم از این الگوها میخواد بگه که انسان بیش از این حرف هاست. اگه بگیم نه اینقدر صبر نمیشه، میگن نه ببین این الگو رو داریم. اگه بگن اینقدر ظلم ستیزی نمیشه، میگن نه این الگو رو داریم. اگه بگن که نمیدونم اینقدر این مثلا موجود آمادگی مبارزه با وابستگی رو مثلا نداره، نمیتونه، میگیم نه این نمونه رو داریم. این نمونه ها، این الگوها هر کدوم اومدند یک بُعد وجود انسان رو به نمایش گذاشتن. عیسی مسیح علیه السلام بُعد عشق رو، بُعد درک جمال یار رو به معرض نمایش گذاشت. خب یعنی این نمونه درک جمال یار که با هم صحبت کردیم، نیاز نیست که دوباره توضیح و تعریف بکنیم. عیسی مسیح علیه السلام چند تا موضوع خاص رو به معرض نمایش گذاشت، حالا از چه نظر تعلیمی و چه از نقطه نظر کیفیتی مسئله اومد. انجیل به زبان عبری یعنی خبر خوش. خبر خوش دو کلمه بود: فرزند گم شده به خانه پدر برگرد. خانه پدر کجاست؟ پدر کیه؟ خدا. فرزند کیه؟ ماییم. تشبیه ما به مثابه فرزندی است که از خانه پدر فرار کرده. فرزند فراری است که از خانه پدر زده به چاک. فرزند فراری مرتکب هر خلافی احتمال داره بشه. درسته؟ شامل حال ما میشه. اما خانه پدری خاصیتی داره و اون هم اینه که همیشه درش به روی فرزند فراریش بازه. خانه پدری یک خاصیتی داره که همیشه دنبال فرزند فراریشون میگردن، نمیگن این دیگه به درد ما نمیخوره. خانواده هایی هستن که ده ها سال دنبال دختر و پسر فراریشون میگردن، هنوزم که هنوزه عکسشون میدن روزنامه ها، هنوزم که هنوزه این ورومت دنبالش میگردن، نمیگن که این دیگه 20 سال رفته دیگه به درد ما نمیخوره، هرگز اینو نمیگن. لذا در این مورد شاهکاری که صورت گرفته این تشبیه خاص هست که فرزند گم شده به خانه پدر برگرد. حالا اونجا که تاریخ میگه، ما نبودیم که، معمولا تاریخ هم گواهی درستی میده. عیسی مسیح علیه السلام در مورد اون چیزی رو که عرضه کردند درک کاملی از جمال یار، یعنی اون چی رو که دیده به عنوان وجه الله دیده. این ما تولو فسم وجه الله رو به معنای واقعی عیسی مسیح علیه السلام به معرض نمایش گذاشته، تا جایی که کسانی رو که حالا از بود مسیحیت من خدمتون بگم، از بود به اصطلاح مسلمان ها که مصلوب نشده،
اما از بعد خود مسیحیت کسانی رو که داشتن میبردن رو مسلوب کنن که میگفته خدا یا اینا نمیدونن اینا رو هدایت کن. در همون روز صلیب هم همینطور و جز دعای خیر دهانش باز نشد، نه به دشنام نه به مطلب دیگری. خب این در واقع نشون میده که اون به درک کامل جمال یار نائل شده بوده، وگرنه نمیتونسته که همچین رفتاری رو داشته باشه. در مورد پدر، پسر و روح القدس همون وحدتی است که حالا در طول تاریخ شاید از دست رفته باشه، همون چیزی است که مورد استفاده قرار میگیره و در بین همه انسان‌ها اشتراکی است. پدر، پسر و روح القدس در مورد همه انسان‌ها اشتراکی است، وحدتی رو به معرض نمایش میگذاره که ما این همه داریم صحبت میکنیم از همون وحدت صحبت میکنیم. حالا اگر در به هر حال در طول تاریخ این مسئله از اون وحدت خودش جدا شده یا مسئله دیگه درش پیش اومده، خب دیگه ما نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده. اما درک ما از این قضیه، ببینید، جز وحدت چیز دیگری نیست. البته به صراحت عیسی مسیح علیه السلام در انجیل به همین مطلب هم در واقع اشاره داره، میگه من و پدر یک هستیم، همون انالحق رو میگه و مسائل دیگر رو در واقع که معید یکتاییست، معید همون وحدتی است که ما داریم ازش صحبت میکنیم، هیچ تفاوتی نداره. حالا یک دفعه بعد از اینه که به اسلام میرسیم، اسلام همه این الگوها رو خب یک جا جمع میکنه، یک جا عرضه میکنه و احکام هم دیگه چقدر بیان بگن دروغ نگید، نمیدونم قتل نکنید، چیکار نکنید. خب این حرفا که چه گفته میشد چه گفته نمیشد چی بوده میدونستیم، همه رو جمع کرده، همه جمع شده و بیش از این هم لازم به تکرار نبوده در مورد احکام. تا اینجا که متوجه شدیم ما معادل همه این صحبت‌ها رو در قرآن داریم. فرصتی باشه و با کمک دوستان عزیز این انتباه‌ها انجام میشه. ما معادل همه این صحبت‌ها رو داریم. حالا امیدواریم که فرصتی باشه و با کمک دوستان عزیز این انتباه ها انجام میشه و ببینیم که در همه جا مسائلی که هست در واقع جمع شدهش رو ما در قرآن داریم و تا اینجا که به هر حال متوجه شدیم. این صحبت ها هم اشتراکی است، یعنی قاعدتاً میبایستی به اشتراک برسیم چون خدامون یکیه، انسان‌ها هم یکی هستن، نمیتونه دو تا چیز مختلفی باشه و اگر هست احتمالاً یه اختلافاتی در احکام و این دو مسائل اونم حالا معلوم نیست که چطوری بوده، ولی در واقع خدامون یکیست و خدا یک راه رو برای، یعنی یک راه یک مجموعه ای رو برای رسیدن انسان به کمال و انا الیه راجعون، توصیه منظورم، توصیه ای رو که هست، اون راه کارهایی که هست، در واقع اون راه کارها بین همه انسان ها مشترکه، راه کارها مشترکه. حالا دیگه در این روبنا نفر به نفر روی این راهکارها یک برداشتی کرده، یک مسائل رو دنبال کرده، یک قضایی رو دنبال کرده که امروزه به این نتیجه رسیدیم که میگیم عالم کثرت، چند هزار ایده و عقیده و مرام، هر کسی هم میگه فقط من درست میگم. خب
انا خیر منه. اینم این مسئله، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. اون حقیقت اصلی رو که خداوند برای همه ما تعیین کرده که ما بریم و به کمالی برسیم، دچار کسرت شده. خود اون راه الهی، اون راه های الهی هم دچار کسرتشون کردیم، خودمون کردیم. اما الان یک زمانی است که تحولاتی که برای بشر در پیش هست و یکی از اون مسائلی که باعث میشه ما رمز خاک و آتش رو که داره کشف میشه که به دنبال اون خاک میتونه آتش رو خاموش بکنه، یکی از اونها همینه که بدونیم همه این راه ها یک چیز رو میخواد بگه و شیطان بوده که بین ما فاصله انداخته، جدایی انداخته و ماها رو از همدیگه جدا کرده و هر کسی میگه تو درست میگی باید جلو اونو بگیری، تو درست میگی باید گردن اونو بزنی، تو درست میگی خب باید اونو خفش کنی. خب کی خدا طالب اینه که یکی خفه بشه؟ طالب آگاه شدنش هست ولی طالب خفه شدنش نیست. بنابراین این رمز و رموزات کش میشه و این ترفنده و سایر ترفندهای شیطان یکی بعد از دیگری خونسا میشه. انسان متوجه میشه که با همدیگه وچه اشتراک داریم. وچه اشتراکمون در چیه؟ در هوشمندی عالم هستی، در شعور الهی، در روح القدس، در اینا همه جای انسان ها. انسانی نیست که با هوشمندی ها که مد جهان هستی در ارتباط نباشه. مگه میشه؟ نمیدونستیم. اما الان زمانی است که بدونیم ما بخشی از این هوشمندی هستیم، ما جز این هوشمندی هستیم و این سرآغازی برای فرار از عالم کسرت باشه و ما به وحدت نزدیک بشیم تا در زیر این پرچم وحدت بفهمیم که حالا تازه چیکار میخوایم بکنیم و هدف چیه، نقشه چیه، برنامه چیه، برای چی اومدیم. و نقشه خداوند نقشه عظیمی است، نقشه کودکانه نیست، بازی کودکانه نیست. اصلا ما بر اساس فکر و دانای خودمون یه نقشه هایی رو تجسم کردیم، تصور کردیم که در واقع اون نقشه ها عمدتا نقشه های سطح پایین نیست. یعنی نمیتونه این هوشمندی مسائلی رو دنبال بکنه که هدف اون باشه. این همه آمد و رفت و نمیدونم این همه عظمت برای یک چیزهای پیش پا افتاده. بنابراین نقشه بسیار عظیمتر از این حرف. در این بخش پسر سمبل عالم فیزیکه. من البته رشتم ادبیات نیست ولی از زمان قدیم انسان نوشتن رو شروع کرد، هستی رو به مذکر و مؤنث تقسیم کرد. خب ماه مؤنثه یا نیست؟ خب خدا چیه تو زبان عربی؟ مثلا فرض کنید خدا چیه؟ خب برای اینی که این تصور دو قطبی بودن که درستم گرفته بوده، این چیز دو قطبی بودن رو به همه چی تعمیم داد، به همه چیز تعمیم دادینو. و شما الان میبینید که خب عرب به یک زبانی میرسه و حالا قرار آگاهی رو به این زبان بیان بشه، به زبان عبری قرار آگاهی بیان بشه. خب دیگه بالاخره باید با زبانمون صحبت بشه دیگه. لذا میبینیم که اینجا بحث مذکر و مؤنث اینا پیش میاد که به خودی خود، مگه خدا مذکره؟ ولی خود چجوری میباید میگفتن خدا؟ یهوه خب در عهد عتیق و این طرف حالا در هر جایی بریم میبینیم که این مسائل رو دست به گریبانش بودن و
به اصطلاح اکثر زبان‌ها درگیر مذکر و مؤنث و این حرفا بودن، به خودی خود ما توی نامگذاری ما مشکل داشتیم. خدا که دیگه، حالا ما اول مسئله خدا رو حلش کنیم، بعد دیگه روح القدس و این و این حل میشه. خدا مگه مذکره؟ اما برای اینه که ما ارتباط برقرار میکردیم، برای اینه که این آگاهی ها میومده تضاوه پیدا میکرده، میباید با زبان ما با مون صحبت میکردن. لذا این قضیه را افتاده و به این صورت بیان شده. اما بیان شدنش دلیل این نیست که خدا مذکره. پسر چیه؟ و در حالا فرهنگ‌های مختلف می‌بینیم که مسائل مختلفی هم وجود داره که مثلا وقتی اونو بدونیم اشکالی می‌بینیم در کلیت قضیه وجود نداره. ما پیامو گرفتیم. مسئله جنگ سر واژه ها نیست، جنگ سر به اصطلاح لغات و این مسائل نیست. موضوع اینجاست که فرزند گم شده است، حالا در اونجا فرزند گم شده به خانه پدر برگرد، کرده در اونجا فرزندم هست. حالا دیگه بعد از اون به احترام عیسی مسیح علیه السلام این مسئله پدر پسر و روح القدس، و در واقع عیسی مسیح علیه السلام شده سمبل و مثل همونه که ما امیرالمومنین علیه السلام، مگه برای ما سمبل و تجلی نیست؟ مگه اونو به عنوان نمونه کاملی مگه چیز نکردیم؟ مگه قبول نکردیم؟ مگه انتخاب نمی کنیم؟ وقتی چه میگیم آقا این یک الگو و نمونه. در اینجا با اون تئوری عیسی مسیح علیه السلام هم یک نمونه است، از تازه نه به عنوان، من از نظر خودم میگم، اینو البته دریافتای خودمه، نه از نقطه نظر تقدسش، از نقطه نظر سمبولی بر فرزند گم شده. خب فرزند که به صلاح اومده و حالا این مجموعهش میخواد یک ماجرایی رو به اصطلاح عنوان بکنه. بنابراین به احترام او، به احترام او این مسئله تغییر پیدا کرده، شده پسر. وگرنه به خودی خود ما پیامو دریافت میکنیم، میدونیم که پیام چی میخواد به ما بگی. ببینید آقایون شروع کردند، خانم ها تموم میکنن. اینو من به اصطلاح خدمتون توضیح دادم، این یک مطلب قطعی است و این صحبتی رو که خدمتون میکنم به عنوان یک مطلب بسیار جدی و به اصطلاح خانم ها خیلی از آقایون جلوتر هستن و جلوتر میافتن. یعنی این یک مطلبی است که شما در موردی فرموده بودین که بر تمام این مرکب ها در واقع سلطان میرانه، درسته؟ سلطان سرنشین اصلیست. تا یک جایی بعد از اینه که رسید این کالسکه به مقصد رسید، در رو باز کنن، سرنشین اصلی بیاد بیرون. بله. راننده مرکب و این نیروی محرکه و همین چیزها. من در قرآن با دو تا آیه روبرو هستم که یه مقدار میخوام برای من توضیح بدین. یکیش در مورد سوره الرحمن هست، در اونجایی که میگه که ای گروه انسان و جن، اگر میخواهید که از اقدار سماوات برین برید، ولی نمیتونید الا به سلطان. یکی دیگه در مورد آیه هستش که میگه ما از خداوند تقاضا میکنیم که ما رو در مدخل صدق وارد کنه و از مخرج صدق هم خارج بکنه، و میگه شماها نمیتونید به این برسید مگر اینکه سلطانی رو نصیر خودتون داشته باشید. من در اینجا برام پیش اومد، پس در اینجا هم به مرکب اجازه یه سلطان نصیر رو دادن. بله، این سلطان اون سلطان نیست. نیست. نمیشه. چون دسترسی به این بخش امکان نداره مگر از جهنم
حالا من در راجب این که نمیتونید از اقطار سماوات و الارض بگذرین یک مطلبی خدمتون بگم و بعد ببینیم اولا میشه گذشت یا نمیشه گذشت و بعد بیام این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید ما وقتی که در فضا حرکت بکنیم فرض کنید که به این صورت ما در فضا حرکت کنیم، در مقابل ما با امواجی برخورد میکنیم، درسته؟ الان چیز میکنیم با امواج برخورد میکنیم، هرچه سرعت ما بیشتر بشه امواج مقابل ما چی میشه؟ فشرده تر میشه. من خیلی ساده میگم خدمتون، در یک سرعتی این فشردگی به حدی میشه که ماده ایجاد بشه، یعنی در حدی متراکم میشه که میتونه موج در حدی میتونه متراکم بشه که در واقع برای خودش غلظت پیدا بکنه، درسته یا نه؟ یعنی ما با یک سرعتی از یه حد حدودی سریع تر بگذاریم موج مقابل ما فشرده میشه، مثل دیوار صوتیه. اینو ما اسمش رو گذاشتیم دیوار نوری، یعنی یا دیوار موجی. البته خود دیوار صوتی هم همینطوره، یعنی در واقع وقتی که ما میخوایم عبور بکنیم، وقتی که به اصطلاح میخوایم از با سرعت صوت عبور بکنیم، امواج اینطوری رو همدیگه منطبق میشن و اینجا یک دیواره ایجاد میشه که دیواره صوتی، یعنی موج امواج بر هم منطبق میشن، یعنی هنوز این موج جدا نشده، موج بعدی رو ما چون با سرعت صوت داریم حرکت میکنیم ایجاد کردیم. بعدی میفته رو هم. به محض اینکه از این بگذریم خب یه دفعه نیروی محرکه خیلی کمتری نیاز داریم، اما عبور از این به اصطلاح دیواره نیروی محرکه بسیار بیشتری میخواد. حالا در مورد به اصطلاح عبور با سرعتای چند دهم سرعت نور و سرعت بالا، در واقع اونقدر امواج در مقابل ما متراکم میشه که غلظت پیدا میکنه، میشه موج متراکم، دید ما عوض میشه، دید ما تغییر میکنه. یعنی چیزی که در اینجا قرار داره، اگر چیزی در این بغل ما قرار داشت بشه ما از اینجا نگاش کنیم، قبل از اینکه این به ما برسه ما ازش دور شدیم، لذا ما کنار دست خودمون رو نمیتونیم ببینیم. وقتی با سرعت سرعت‌های بالا حرکت بکنیم، منظورم حالا سرعت‌های نور و اینها و کمتر از اون، قبل از این ما بغل دستمون رو نمیتونیم نگاه بکنیم. زاویه رو که ما میتونیم نگاه بکنیم، اگر یک کسی در اینجا بعضن زاویه 45 درجه اینجا باشه ما اون اینجا میبینیم، خب اگر اونجا باشه اینجا میبینیم و ما زاویه دیدمون میشه یک دایره. این دایره در واقع ما اینجوری تصورش میکنیم که اینجاست، و اگر با سرعت نور بریم هیچ حاشیه رو نیم، فقط مقابلمون رو میتونیم ببینیم، دنیا تبدیل میشه به یک روزنه. واضحه یا نه؟ اگر با سرعت نور بریم این کناری ما تا میخواد به من برسه من ازش عبور کردم، لذا فقط روبرو رو من میتونم ببینم و دنیا تبدیل، یک ناظر اگر با سرعت نور حرکت بکنه دنیا رو به صورت یک روزنه میبینه، میتونه دنیا رو فقط به صورت یک روزنه نگاه بکنه. حالا اگر از این دیوار نوری عبور بکنه فرضاً، خب و دنیا برای میشه مثل یک روزنه. اگر بهش بگیم دنیا بابا اینجوریه، اون هرگز از ما نمیتونه بپذیره که دنیا یک روزنه نیست، دنیا یک همچین تعریفی داره. خب حالا بنابراین اینی که گفته شده نمیتونید لا تنفذو من اقطار سماوات و الارض، این درسته. به اصطلاح اگر ما بخوایم با همچین سرعتی نفوذ کنیم نمیتونیم این نفوذ رو
انجام بدیم مگر به سلطان، مگر با تسلط و سلطه ای. همونطور که از دیوار صوتی عبور کردیم بتونیم از دیوار نوری هم چیکار بکنیم؟ عبور بکنیم. زمان هر چه سرعت بیشتر میشه به صفر میشه. واحدی هست از فضا. هر چه ما فضای بیشتری رو در اختیار داشته باشیم در آن واحد ها، هر چه فضای بیشتری در اختیار داشته باشیم زمان کوتاه‌تر خواهد بود. هر چه فضا کمتر در اختیار داشته باشیم زمان بیشتره. یعنی هر چه بنابراین وقتی سرعت ما بیشتر میشه فضای بیشتری در اختیار داریم. لذا زمان، حس زمان بر ما کاهش پیدا میکنه. فضا، زمان، انرژی، اینا بینشون ارتباطی وجود داره. زمان متغیره، زمان خودش خلق میشه، فضا خلق میشه. مثلا در حول و حوش یک جرم بسیار ثقیل، بسیار سنگین با جرم بالا، زمان فرق میکنه با اینجا. بنابراین زمان خودش تابع فضاست، تابع انرژیه، تابع فضا. زمان یعنی در واقع زمان و فضا خودشون متغیرن. همه ما در این جهان دو قطبی به کمال میرسیم یا نه؟ اصلا این حلقه انا لله و انا الیه راجعون دو قطبیه، از ابتداش دو قطبی بوده. از اونجا که گفت که لا تقرب هذا الشجره، نمیدونم از شد آدم فسجدو الا، این اصلا دو قطبی بوده. تا اونجا که الست به ربکم هم که میگه دو قطبی است. شما گفتید ما در این جهان فقط یک بار میاییم، یعنی دیگه بعد از اینکه مردیم میریم تو لا مکان لا زمان. اگر اینطوره اونایی که فوت کردن میریم لا مکان و لا زمان، ولی اونجا دوباره دو قطبی هست. از چه نظر؟ چی باقی میمونه؟ تضاد. ذهنی که اطلاعاتشو آورده، اون اطلاعات تو دل خودش تضاد. خب مثلا قیامه در لامکانی و لا تضادیه، ولی مثلا مجادله در لامکان و لازمانه، ولی من با اطلاعاتم میخوام ثابت کنم عدالت نیست. ما دیگه مکان نیست، زمان هم نیست، اما میگیم که تو این چرخه، این چرخه اشتباه بوده. اینه که ما مکان رو تک کردیم، زمان رو تک کردیم، طراحیش اشتباه بوده. میشه یا نمیشه؟ ما سر اشتباه بودن طراحی مجادله میکنیم و میگیم اشتباه شده، به منم ظلم شده. نمیگیم که حالا ما اومدیم تو لا مکان لا زمان، خب حالا دیگه بی نیازیم از مکان و زمان، مشکلمون حل شده. تازه در لا مکان و لا زمان همه چیزی رو سیطره ماست، همه چیز جلو نظرمونه و اونجا میخوایم انگشت بزنیم بگیم این اشتباه بوده، این اشتباه بوده، این اشتباه بوده، این اشتباه بوده، و همه هم به نفع خودمون توجیه بکنیم. اصلا زمانی که اینا همه غلطه، اونجایی که گفته میشه الست به ربکم، ما فقط یک من، ما باقی مونده، چیزی دیگه وجود نداره. یعنی تضاد هم از بین رفته، از بین رفته، از بین رفته، فقط به من و ما تبدیل شده. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. حالا ما میمونیم که بین این پرده، اگه بگیم نه من این وریم، اگه بگیم اون وریم، که نه تو مانی و نه من، من و تو میشیم ما. آخرین تضاد ما من ما، درسته؟ بنابراین تا از ابتدا تا انتهاش این تضاد، این دو قطبی وجود داره. تضاد سر خدایی، من خدا هستم، برای خودم خدام یا با او خدام، تموم شد، هیچی هم نیست، نه مکان، نه زمان، نه چی، هیچی نمونده. برای خودم میخوام خدایی کنم یا با اون خدا میخوام خدایی کنم؟ یک خبر علمی بشنویم. دیروز ناسای آمریکا اعلام کرد که یک کائنات دیگر با کهکشانهای دیگر کشف کرد. وقتی میگیم کائنات دیگه، یعنی از این بیگ بنگ ما ناشی نیستن. ببینید، ما درست قبل از در سمینار هوافضا، بعضی از دوستان در جریان قرار گرفتن، در اون موقع سمینار هوافضا در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که آقای پروفسور مبشر رو
از سازمان ناسا دعوت کرده بودند و رئیس هوافضای ایران و بندر هم به حالا به چه حسابیه از اینجا به صدا خواسته بودن. ما سه نفر صحبت کردیم، من نظراتم رو بر مبنای جهان تکساختاری، تعدد بیگ بنگ و چند موضوع دیگه عنوان کردیم. این تعدد بیگ بنگش همین اعصایه توی این مسئله اتفاق افتاد. یعنی خیلی ممنون. تعدد بیگ بنگ اتفاقا دکتر مبشر میگفت محال ممکنه که بیگ بنگ دیگه ای در حاشیه بیگ بنگ ما اتفاق بیفته. حالا دلایلی داشت، ولی ما با تئوریایی رو که داشتیم تعدد بیگ بنگ و اینه که در انتها و ابتدا این بیگ بنگ هم که توش هستیم مرتب تکرار پذیره و بعد اصلا جهان تک ساختاری، یعنی جهانی که صرفا شعوره و به اصطلاح چیزی که داره انرژی رو کنترل میکنه. اونها اون نام این چیزی رو که انرژی رو کنترل میکنه انرژی تاریک گذاشتن که من گفتم نمیتونه اسمش انرژی تاریک باشه. انرژی خودش تابع قانونه، خودش عامل کنترل باید داشته باشه، خودش نمیتونه کنترل کننده دست اول باشه و یک چیزی داره اینو کنترل میکنه که همون بحث جهان تک ساختاری بود که البته بعد از چند ساعت بعد دیگه پشت صحنه متوجه منظور ما شد. ولی الان تمام مسائل در واقع به گونه ای با این کشفیات داره به اصطلاح تایید میرسه. بحث جهان‌های موازی که البته از موضوعات علمی روز دنیا هم هست، این هم داره جلو میاد و مسلماً با این پیشرفت‌هایی که داره میشه عکسبرداری از شعور، یعنی اثراتش نه خودش، عکسبرداری از اثرات شعوری همین مولکول آب و خلاصه پدیده‌های دیگه‌ای که داره اتفاق میفته، همه اینها دارن معید این نظرات میشن که مسائلی رو که داریم عنوان میکنیم به چه صورتی میتونه باشه. من فکر میکنم که در آینده بسیار نزدیکی راجع به جهانهای موازی دنیای علم به نتایج خوبی میرسه. الان از نظر تئوری، از نقطه نظر تئوری همچین چیزی رو دارن که جهان موازی وجود داره. تئوری ها داره میگه جهان موازی وجود داره، ولی خب از نظر عملی چیزی تو دستشون نیست که داره راه گشایی هایی میشه از این نظر. خب ارتباط گستردگی یکی از اون ارتباطات اساسی است و کلیدی است. اگر خاطرتون باشه از ابتدای این ماجرا گفتیم که ما تمرکز نداریم. خب شاید یه چیزی است که در همه جا مبنای کار، در همه راه و روش ها و اینا، تمرکز یکی از ابزارهای این قضیه باشه، ولی ما با این مطلب با این مسئله از ابتدا گفتیم که کاری نداریم و به اون دلیل که تمرکز یعنی زندانی شدن، یعنی در یک نقطه، در یک کلام زندانی شدن در حالی که ما دنبال یک مسئله دیگه ای هستیم. با توجه به این که تعریف کردیم که فهم این عظمت ویژگی های خاصی میخواد، فهم او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست، و برای درک این عظمت چیزی رو که ما داشتیم، راهی رو که ما داشتیم این بود که ما گسترده بشیم. ما بایستی به این گستردگی و به این عظمت برسیم و ظرفیت پیدا بکنیم، بتونیم خودمونو در سطح عالم هستی انعکاس بدیم، منعکس بشیم.
تا بتونیم این عظمت رو بهتر درک بکنیم. در چنین تفکر و تجربه ای حالتی که اتفاق میفته اونم اینه که چارچوب های ذهنی ما از قید و بند هایی که ما رو وصلمون کرده در سطح پایین و در واقع انسان فقط نوک بینیشو میتونه ببینه، فقط محیط و نمیدونم مسئله خودشو میتونه ببینه و در واقع در قیودات قومی و نژادی و ملیتی و دیگه نهایتا خیلی نمیدونم بخواد چیز فکر بکنه، در سطح کره زمین فکر میکنه. در حالی که ما باید در چه سطحی تفکر داشته باشیم؟ در سطح جهان هستی تفکر باید داشته باشیم. یعنی دیگه تفکر ما از حوزه های قومی و نژادی و نمیدونم ملیتی و نمیدونم دنیایی دیگه یا به هر حال این کره خاکی گذشته و دامنش به سطح عالم هستی کشیده. اسم این حالت رو گذاشتیم اینتر یونیورسال. خب اینتر یونیورسال در واقع اختصاراً میخواد بگه که ما دامنه تفکرمون رو میخوایم در چه محدوده معطوف کنیم؟ جهان هستی. خب در سطح جهان هستی میخوایم تفکر کنیم، میخوایم جهان هستی رو بفهمیم، نه توی یک مقولات کوچیک و محدودی. میخواییم این دامنه رو در اون حد و حدود داشته باشیم. خب دقیقاً یکی از حلقه های رحمانیت الهی حلقه ای هست که این گستردگی رو برای ما ایجاد میکنه، یا به هر حال این کمک رو به ما که طالبیم میکنه که ما رو به اصطلاح در این سطح و سطوح منعکس کنه، انعکاسمون بده. چون دوباره این یک کاری نیست که ما خودمون بتونیم انجام بدیم، البته در این حد و حدود خودمون رو میتونیم از قیودات به اصطلاح محدود مثل نجات پرستی، مثل نمیدونم این چیزها، خودمون نجات بدیم، ولی نهایتاً کم میاریم. اگر قرار باشه اون تفکر، اون حلقه، اون رحمانیت شامل حالمون نشه، در نهایت کم میاریم. باید ما رو منعکسمون کنن، انعکاسمون بدن در اون سطح، ببرن و اون عظمت رو ما رو باش منطبق بکنن و نشونمون بدن. یک کلام، ما باید عظمت پیدا بکنیم، نه انتظار داشته باشیم اون عظمت کوچک بشه بیاد برای ما قابل فهم بشه. درسته یا نه؟ یا باید اون عظمت کوچک بشه بیاد اینجا ما بفهمیمش، یا ما باید به عظمت برسیم؟ کدوم درسته؟ چون قراره ما به عظمت برسیم دیگه. همه تعریف ها این بوده که ما بایستی این عظمت رو در بیابیم. البته این مسئله در مورد ما تعریف شده، یعنی در طراحی ما گنجانده شده. یه این خودش یک باب موضوعیه که ما طراحی شدیم، این چیزا در ما تعبیه هست، فقط باید بیان چیکارش کنن، بایستی در واقع مدارشو به کار بندازن. این نیست که، یعنی در واقع ما منطبق با آخرین چیزها طراحی شدیم، داریم، ولی همش بالقوه است، هیچ کدومش بالفعل نیست. یعنی اصولا اشرف مخلوقات بودن در ما تعبیه شده، در ما کار گذاشته شده، ولی کن هستیم نیستیم، بالقوه است، باید به بالفعل تبدیل بشه. هی باید این مدارهایی
به کار بیفته. خب تا آخر دفعه ببینیم که بله این قابلیت رو داریم. مثل اینمونه ما خیلی از ادوات و خیلی از چیزها رو میخریم، مثلا یه تلفن همراه میخریم، کلی امکانات داره. آیا ما از امکاناتش استفاده کردیم؟ ممکنه همشون نه، ممکنه نیاز نداریم. یه مورد آقا بله تموم شد، بزنید تموم شد، حالا یه عکس هم باش بندازید. ولی دوستانی استفاده های بسیار پیشرفته ازش میکنن. بنا اگر نداشته باشه نمیتونن که استفاده بکنن، وقتی داره میرن فعالش میکنن، میرن داخل مدارها و داخل برنامه هاش و اینا حرفا اکتیوش میکنن، فعالش میکنن، آپدیتش میکنن، دامچیکا میکنن، هزار تا کار باش میکنن. انسان تعریفی که در موردش شده اینه که این مسائل در مورد ما کار گذاشته شده. مثلا آیه هست که نیست کسی مگر اینکه حفاظ بر او گذاشته باشیم. درسته یا نه؟ خب اما بعال حفاظمون تعبیه شده، حفاظ یا حفاظها تعبیه شده، در نظر گرفته شده، پیشبینی شده که باید داشته باشه، ولیکن چی؟ بالقوه است، بالقوه است، به بالفعل تبدیل نمیشه و در داخل حلقه ها و مسائل راهکارهای خودش اینها چی میشه؟ کارهای لازم روش انجام میشه، اکتیو میشه و به خدمت ما در میاد یا از خدمتمون میره، هر دوتاش میتونه باشه. کما اینکه ما با وسایلمون خوب استفاده نکنیم مداراش میسوزه، از دور خارج میشه. چند نفر از دوستان جلسه قبلمون این ارتباط رو برقرار کردن؟ بله. چند نفر گستردگی رو احساس کردن؟ بله. خب این ارتباط، این گستردگی یه حالتیست که انگار کله ما، حالا بعضی همه وجودشون، بعضی ها کله شون انگار تو بی نهایت گسترش پیدا کرده. البته این سمبوله، یه نماده، ممکنه که ما اینم نداشته باشیم ولی احساس کنیم که هستی رو بهتر میتونیم تو خودمون جا بدیم. میدونین نتیجهش مهمه ها، حالتش مهم نیست به خودی خود، ولی ممکنه احساس کنیم که ما بهتر داریم عظمتی رو درکش میکنیم. این حالت هاست که برامون اهمیت داره، یعنی نتیجه این ارتباطات رو میخوایم، نتیجهش رو میخوایم. در ارتباط گستردگی بودم که به صورت ناخودآگاه به من گفته شد مشکلاتت رو بیان کن. مشکلات البته منظور مسائل معنوی و مسائل آسمانی، درسته؟ همینطور بود دیگه. و خب چه اشکال داره ما اونجا اون مسائلی رو که در زمینه راه کمال برای ما صدی به حساب میاد، خب چه اشکال داره بگیم؟ اگر چند بار ما همین مطلبی شما فرمودین این رو احساس بکنیم ولی تو ارتباطهای بعدی دیگه حس نکنیم، مشکلی نیست؟ ببینید یک مسئله که وجود داره، ممکنه که ما در ارتباط گستردگی ظرف یکی دو تا ارتباط به ما منظور رو بگن، بعد از اون برن سر اصل ماجرا. یک بار، دو بار، سه بار به ما منظور میگم، ممکنه همیشه هم باشه، ممکنه که نه، یه بار دو بار نشون بدن منظور اینه، اما دیگه بعد از اون برن سر اصل مطلب، یعنی تطابق. این تطابق ما یعنی بالا بردن ظرفیت، یعنی گستردگی. در واقع این گستردگی یعنی ارتقاء ظرفیت. به عبارتی خب یعنی انطباق انسان با عظمت هستی، یعنی انعکاس
انسان با عالم هستی، یعنی شکستن قیودات ذهنی. وقتی در سطح عالم هستی منعکس میشیم، خیلی از قیدهای یا نمیدونم چیزای ذهنی ما، مشکلات ذهنی ما خود به خود حل میشه، چون انقدر ناچیز میشه، انقدر پیش و پا افتاده میشه که دیگه نمیتونیم چیز کنیم، دیگه نمیتونیم به اون معطوف بشیم. این چیز ملموسه یا ملموس نیست؟ خب اصلا توی سری کار چیزای زمینی هم ممکنه همین باشه. مثلا شما فرض کنید که یه نفر یه چیز گذاشته جلوش، یه چیزای خورد و ریزی میبسه، یه دوتا آدم چیه دیدم چی. خب این براش که مثلا فرض کنید 50 تومن 50 تومن 100 تومن 100 تومن چیزایی میفروشه، دنیا چجوریه؟ و یه کسی که کلی دفعه یه کشتی مثلا چیز رو خرید و فروش میکنه، دنیای اون چطوریه؟ دنیای اون اصلا یه جزئیاتی توش گمه، یه وسط آدامسی نیدام چیه اصلا توش گمه. ولی در مورد این اگه یه آدامسش رو ببرن اون روز دنیاش خوب. لذا کارای جزئی اینجوری مکروهه، کارایی که با جزء سر کار داشته باشیم مکروهه، به این علته. حالا انسان ها فرض کنید به دو دسته کلی تقسیمشون کنیم، عرضه میشه به بی نهایت دسته تقسیم کرد. یه دسته جزء نگرن، در جزئیات غرقن، یک عده ای رو تصور کنید که در کل. خب اونی که در کل غرقه، خیلی حرفای شما رو ممکنه اصلا شنیده نشنیده بره. یه آدم جزنگر شما یه کلمه میگی برمیگره میگه چی گفتی؟ چی با من؟ یه آدم کل نگر که در سطح هستی معطوف شده، خیلی حرف شما رو اصلا نمیشنوه. منظور از نمیشنوه نه اینکه نشنیده ها، خیلی از حرفا اصلا اهمیتی نداره. مثل یارو کشتی، خب یه کشتی آدامس داره معامله میکنه در قباله، دقت میکنید این محسوسه یا نه؟ خب لذا مثلا فرض کنید کسانی که آسترونومی کار کردن، ستاره شناسی کار کردن، با آسمان کار کردن، ستاره ها رو نگاه میکنن و کار میکنن، امکان نداره سری جزئیات زمینه رو ببینن، نمیتونن دیگه ببینن. توجه کردین؟ چرا؟ چون توی یه عظمتی خواه ناخواه غرق میشه، یه سری جزئیات دیگه نمیتونه ببینه، یعنی اگه بخوادن ببینه نمیتونه ببینه. لذا ما چاره ای نداریم اگر بخوایم از یه جای جلوتر بریم، که الان توی مقدمه عرفان و خودشناسی هستیم، اگر بخوایم جلوتر بریم راهی نداریم که به اصطلاح تفکر به اصطلاح دید عظمت رو، انتباه با عظمت رو پیشی بگیریم و دنبال بکنیم. و خب حالا تا به دنبال این قضایا، این تیکای شخصیتی و این مسائل هم بیرون ریزیاش تموم بشه، خب این فاز یک رو به خوبی و خوشی تمام بشه، مقدمه ای رو یا فونداسیونی رو پایه‌ریزی شده باشه، که در این فونداسیون یا این چیزی که پایه‌ریزی شده تازه بگه خب چه خبره، من اینجا چیکار میکنم. یعنی حالا این بعد این بیرونزی ها و این مسائل و این حرف ها و این انتباق ها و این انتباق ها هم کمک بکنه تا ما از جزنگری، از جزنگری منظور اینه که اجزایی که میتونه ما رو متوقفمون کنه، همونی که شما میرید خوب به خوبی و خوشی توی مهمانی، برمیگردید با جار و جنجال، یعنی این عمومیست نه اینکه، چرا؟ یکی بند کرده به یک جزئیاتی، یک جزئی رو یکی گرفته، حالا این جزء
نظام آسایش جمعی رو چیه؟ به خطر میندازه. اگر اون آدم کلنگر بود این عیب را نمیتونست بود. خب این عیب رو نمیدید و به اصطلاح این عظمت صرفاً چراغ‌های رو به دست اون میده که اون بتونه عیب خیش رو ببینه، عیب خودش رو ببینه و دیگه مسلماً فرصت پیدا کردن عیب دیگران رو نمیتونه داشته باشه طبیعتاً. بنابراین این مسئله دید کلنگری، دید برزلا یا این انطباق با کل در قالب ارتباط گستردگی بحث بسیار مهمی برای به اصطلاح ما هست. بنابراین این مسئله دید کلنگری یا این انطباق با کل در قالب ارتباط گستردگی تبعات مثبت این قضیه داره، از جمله اینکه خیلی از مسائلی رو که ما در حالت عادی دنبالش هستیم در این حالت ممکنه دیگه برامون کاملا بی‌معنی بشه، مثلا دیدن عیب دیگران. با صد چراغ می‌طلبم عیب خیش را، کو فرصتی که فرق کنم خوب و زشت خلق. یا کمال صدق و محبت ببین نه نقص و گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. حالا در مجموع این قضیه مسئله رو که ایجاد میکنه اینه که خیلی از مسائل، خیلی از این ریزبینی ها و نکته سنجی هایی که کسرتی هست، یعنی ایجاد کسرت میکنه، دیگه به چشم ما نمیاد، یعنی دیگه به اون مسائل نمیتونیم اصولاً توجه داشته باشیم. این خودش یکی از نمودهای عملی این قضیه میشه، به اضافه اینکه حالا به هر حال ما قابلیت اون درک و فهم عظمت رو یا اون انطباق رو پیدا میکنیم. میریم ارتباط بعدیمون که ارتباط شارژ شعوری. خب یک موضوعی رو شاید همه ملت ها باش آشنا باشن و این ارتباطی است که قدمت مسئله است که قدمت تاریخی داره و به زمانهای بسیار دوری برمیگرده. اون هم اینی که در واقع برای سفره‌ای، برای مکانی، برای حالا مسئله‌ای که شیء به حساب بیاد بشینند دعا بکنند و اون چیز رو تبرکش کنند، متبرکش کنند. در مورد سفره‌های مذهبی که به قدمت تاریخ در واقع سابقه داره، به این صورت بوده که به منزله اینه که این غذاها در واقع این اغذیه شفابخش باشه، مراسم‌های مختلفی رو دنبال می‌کردن که در واقع دور این سفره جمع بشن و شروع بکنن به دعا و بر اثر این دعا این سفره متبرک بشه. خب امروز با عکس برداری که مثلا نتیجه شعوری مشخص میشه که درست فکر کردن، درست بوده ریشه، چون این تجربه، این در واقع اثر این دعا روی این سفره چی بوده؟ ساختار شعوری این، یعنی اگه امروز باشه برن عکس بگیرن طبق این قضایی ها میبینن که ساختار این یا مولکولش، ساختار کریستالیناش تغییراتی نشون میده که تغییرات همونطور که تو این چیزا هست تغییرات مثبتی است. مثلا کریستال ها شکل های منظم پیدا کردن، در حالت غیر از این نامنظم. حالا فرضاً لذا این بحث متبرک و اینها، تبرک در طول تاریخ به جا مونده.
شرایط همچین مراسمی حضور افراد با شرایط به اصطلاح وضعیت خاصی بوده، حالا طهارت‌های ظاهری نمیدونم چی و فکری، یعنی تزکیه درونی بیرونی، اینه که بیان بشینن و روی این سفره حالا با زبان خود ما هیچ پارس منفی سوار نشه. افرادی که میان اینجا، این افراد کاملا چیز باشن، مثلا در کلیسا برای عشای ربانی که اون کاسه شرابی رو بیارن بگردونن، پیمانی بین اونها و عیسی مسیح علیه السلام باشه. خب میان کشیش ها با وضعیت خاصی، ساعت ها دعاها و مسائل اونجا که حالا من مختصری تحقیق کردم، میان میشینن و روی این دعا میخونن، روی این به اصطلاح کارهای انجام میدن که به گونه شارژی روی این قضیه هم هست. شاید به دور از تصور نباشه که در طول تاریخ کسانی از این سفره غذای برداشته باشن، خورده باشن، شفا گرفته باشن. اینو دیگه میدونیم، این مطلب دیگه محرزه، این نیست که بگیم همچین چیزی نیست. اما موضوعی که اینجا حائز اهمیته و میخوام اشاره بهش داشته باشم، شرایط افرادی است که اینجا دور این سفره جمع میشن. حالا اگر راجب خوراکی داریم میگیم، اگر راجب خود مکان داریم میگیم، یک مسئله ای. به طور کل قاعده کلش اینه که این افراد خلاصه هیچ چیز منفی رو با خودشون اینجا حمل نکنن. خب پس این تئوری درستیه، قبوله یا نه؟ یعنی یه تئوری است که هم درسته هم عملی است، اما خب در عمل این به این صورت پیاده نمیشه. تا اونجا که ما خبر داریم، این سفره ها ممکنه که محل غیبت بشه، محل چشم و همچشمی هایی بشه، محل نگاه های تحقیرآمیز به همدیگه بشه، محل خیلی، یعنی همه چی باشه غیر از این. هر کس از این سفره چیزی بخوره ابدادن همانا، بلند نشدن همانا. و لذا بعد از این قضایی اگه اینجوری باشه، میبینید خیلی اصلا حالشون بده، حالشون تا مدت ها بد و خلاصه سنگین و این از این جاها که میان و چیزایی میخورن دیگه بعدش حالشون خوب نیست. پس تئوری درسته، در عمل اشکالاتی وجود داره. حالا ما حالا این مسئله از این قضیه بیایم برسیم به اینی که در دنیای علوم تجربی به نتیجه تأثیر دارویی که یا آبی که صرفاً حاوی شعور عناصره به بیمار هم یه تجربه مثلا نسبتاً طولانی رو داره. طب هومئوپاتی امروز محصول همچین تجربه است که در واقع شعور عناصری به آب انتقال پیدا کرده. میام این طرف تجارب دیگه ای که خودمون میتونیم داشته باشیم و دوباره مسئله ای که در حلقه های رحمانیت ما بتونیم شارژ شعوری داشته باشیم، تا همون هوشمندی که فرزند با گرفتن دست از راه دور، یا اینه که چیزی رو به کسی بدیم بخوره. این چیز به اصطلاح چیز خور کردن رو که شنیدین دیگه، این چیز خور کردن جنبه مثبت، جنبه منفی. یعنی میشه خب بحث چیز خور کردن یکی از به اصطلاح پر استفاده ترین راه در کارهای منفیه و خیلی باش کار انجام میدن. یکی از مؤثرترین کارها در
بخش منفی، یعنی بیشتر منفی ازش استفاده شده. همین بحث چیز خور کردنه که این قضیه به صورت منفی روی خوراکی شارد بشه و مورد استفاده قرار بگیره. خب بخش مثبتشو که ما میخوایم کار بکنیم، میخوایم تجربه بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم، بحثی است که در واقع ما بتونیم روی خوراکی هایی این شارژ رو پیاده بکنیم. خب بخش مثبتشو که ما میخوایم کار بکنیم، میخوایم تجربه بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم، بحثی است که در واقع ما بتونیم روی خوراکی هایی این شارژ رو پیاده بکنیم. البته این فقط برای تجربه است و شارژ شعوری مکان خوراکی نمیدونم هر چیزی که صرفا راه نزدیکم هست بتونیم داشته باشیم. حالا کاربرد مکانیش و کاربرد به اصطلاح خوراکیش، اینا رو مختصری صحبت میکنیم. ما از این قضیه استفاده عملی به اون صورت نمی کنیم. دلیلش هم اینه که افراد فعلا شناختشون از شعور الهی ضعیفه. هرچی هم ما توضیح بدیم که بابا این شعوره که سوار این شده، اون باز چیکار میکنه؟ دست من و شما رو میبینه که ما بهش مثلا یه کلوچه دادیم، یه تیکه شیرینی دادیم، یه نونخامه دادیم، یه نمیدونم حب قند دادیم. چیه؟ اون دست ما رو میبینه که من بهش دادم، بعد نتیجه که بگیره میگه که عجب دستی داشت. خب عجب دستی داشت دیگه. حالا هر چی ما بدویم بگیم بابا این دست ما نبود، این شعور پشتش بود، دیگه خودمونم هر توضیح بدیم از خودمونم قبول نمی کنن. میدونید؟ یعنی یکی از مشکلات اینه که هر چی ما بریم بدویم بگیم بابا والا باور بکن این ما نبودیم، نه این دسته، این دسته تو نمیدونی، تو نمیدونی این دست تو بود که، یعنی بعد خودمونم ممکنه به شک بندازن که بعد امرمون مشتبه بشه که آره این دست ما بود. لذا این مسئله برای ما کاربرد اونچنانی نداره مگر در مراسمی، مجالسی، کارهایی که حالا نمونه هایشو با کمک دوستان تجربه کردیم، یعنی در مناسبت هایی که پیش اومده بود نتایجی که آوردن خیلی نتایج جالبی بود، نتایج خیلی خوبی بود. حالا اما به صورت انفرادی ازش استفاده نمی کنیم. عرض می کنم به اصطلاح چون ممکنه این ایجاد اشکار رو بکنه، یا مثلا یه مواقعی ما موردی داریم که از دوستان حالا مجموعه خودمون هست که دخترشون در اغما به سر می برد و یه سوپی رو رقیق کرده بودن که ببرن یه دو قاشق بکنن گلو، اینو با من صحبت کردن گفتن مثلا فردا شارژ شعوری. گفتیم باش، به محض اینکه این چیزو گذاشتن روی نوک یه اولین قاشق رو ریختن رو زبونی، این از اقما درد میاد. خب یه کاربرد هایی که فرزن حالا یه همچین مناسبت هایی که البته میگم در مجموعش لازم نیست، ولیکن حالا بالاخره اینا رو در اختیار داشته باشیم. هدف اصلی ما شناخته، میدونید؟ یعنی ما بتونیم بشناسیم مسائل مختلف رو بشناسیم، هم کمک بکنیم سری مسائل رو در حلوشون هست بوده. مثلا میگن سفره، سفره ما بدونیم که منظور از این سفره چیه، این چه فلسفه‌ای داره، این چه قضیه‌ای داره. بعد مسائل مختلفی رو ما راجبش شناخت داشته باشیم، اما بدونیم که چندان مورد نیاز نیست که استفاده بکنیم. اما اگه یه جا هم پیش اومد، خب یه جا میخوان غذا بدیم، نظری بدیم، نمیدونم چیکار کنیم، از این ماجرایی که داریم، سفره غیره، اینها شناخت داشته باشیم،
و بدونیم که چیکار بکنیم که این قضیه به بهترین نحوی در واقع اجرا بشه، انجام بشه. شما می‌بینید که در سنت فرهنگ‌های مختلف این هست، مثلا فرضاً توصیه شده که ما موقعی که غذا می‌خوایم بخوریم بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا بسم الله بگیم. خب این بسم الله، یا مثلا مسیحی‌ها این چیزو دارن که قبل از غذا همشون چیز می‌کنن بالای دعا، و حالا بالاخره اون دعا اصل ماجرا شارژ شعوری این صفره است. و بعد مثلا فرنگایی یا همون مثلا مسیحا دیگه سر غذا صحبت نمی کنن. چرا؟ چون صحبت ها دوباره صحبت چی میکنی؟ آی گرون شد، آی اینجور شد، آی اونجور شد، آی پلان شد، آی 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 همین مسائل همین غذا رو دوباره شارژ منفی میکنه. و حالا ولی اگه سکوت باشه حداقل یه خورده شارژ کمتری هست. بنابراین فرهنگ‌های مختلفی چیزهایی رو دارن، ما نمی‌دونیم بر حسب تصادف دارن یا نه، در بین خودشون در طول تاریخ افراد با بصیرتی وجود داشتن، این چیزها رو اومدن گفتن، منتها خب دیگه نمیتونستن بگن که نمیدونم این دلیلش اینه، دلیلشونه، گفته که نمیدونم بسم الله بگو، تمام شد. برای اینکه میخواسته مثلا در یه دوره که اصلا فرهنگی نبوده، چی نبوده، یه مطالبی رو برسونه، یا نمیدونم فرض کنید همونی که دعا کنید خدایا نمیدونم شکرت میکنیم این سفره رو فراهم شده، بل شده، بل شده، با انگیزه های مختلف به هر حال تشویق شدن این کار رو بکنن. اما امروز اگر بخوام نگاه بکنیم در پشت این ماجرا میبینیم چیزهای خوابیده فراتر از اون چیزی که در ظاهر تصور میشه. شاید یک روز انسان با همه وجود دوباره به این چیزها رو بیاره، خب یعنی در بدون تمام اون چیزهایی رو که گفته شده دوباره باید بیاره رو، نمیدونم غذایی رو که میخواد بخوره نمیدونم چه تشریفاتی براش ایجاد بکنه، چه برنامه‌هایی رو براش نمیدونم داشته باشه. همه این ماجراها امروز به این اعتقاد داریم میرسیم که برای خودش مسائلی رو داشته و بی خود در تاریخ وارد نشده، بی خود نقل نشده، یک ماجراهایی رو داشته برای خودش. خب حالا که ما متوجه میشیم که اینطوریه، بهتر میتونیم اجراش کنیم. نه دیروز ممکن بود براش دلیلی نداشته باشیم، دلیلی نداریم. مثلا نسل امروز ما خب بدون تعارف، حتی یه نسل گذشتم، نسل قبلی چرا یه خورده این چیزا رو داشت، دلیلی نمیبینه که سر سفره غذا بخواد بگه بسم الله، درسته؟ ولیکن ممکنه ما به زودی دلایل مستحکمی پیدا بکنیم که نه قبل از این باید این مراسم نمیدونم به این شکل به جا آورده بشه. و بحث این است که خدایا به ما صرفا حالا الان که اینو میخوریم وعده غذای بعدی ما رو از حالا به فکرش باش. خب صرفا این مسئله نیست و صرفا هم این نیست که حالا نمیدونم قدر نعمت ها، ولی این شارژ شعوریش مسلمه، یعنی دیگه اینو علم میتونه امروز چیکار بکنه، با اون توضیحاتی که دادیم خدمتتون علم میتونه بیاد اینو تاییدش بکنه. شارژ شعوری در واقع یه طرف قضیهش درمانه، یه طرف قضیهش پیشگیریه، یعنی پیشگیریش قوی تر از بحث درمانشه. چرا؟ اون کجا که ما غذایی بخوریم که به اصطلاح آلودگی تششعاتی داره، یعنی آلوده است، حالا دیگه از نظر ما آلودگی داره معنای گسترده تری پیدا میکنه، یه غذا از نظر طبی کاملا سالمه اما از نقطه نظر تششعاتی میتونه چی باشه؟ میتونه آلوده. دقت میفرمایید؟ میتونه
هزاران جور آلودگی در خودش داشته باشه. مثلا یکی از این آلودگی ها مثلا خب شنیدیم لقمه حلال لقمه حرام. خب یکی میگه که آقا خوردنه دیگه، ما اصلا چی از کجاش معلومه که این حلاله یا حرامه؟ ولی طبق بحثایی که بعداً پیش میاد و بیشتر رو صحبت میکنیم میبینیم لقمه حلال و لقمه حرام برای خودش تششعات خاص خودشو داره و خیلی فرق میکنه که این ارتزاق از طریق لقمه ایست که پشت آن نارضایتی وجود داره و داره مرتباً روش پارس میاد، یا نه لقمه ایست که پشت سرش رضایت هست، پشت سرش یه پارس دیگه داره. خب ما این پشت سر رو نمیبینیم، ما خود این پیتزا رو میبینیم، ولی در واقع اون چیزی که داره میاد سوار میشه اینا همش نظام عدالتی هستی است، نظامی است که اون عدالت الهی رو با مکانیزم هایی جاری میکنه که ما این مکانیزم ها رو نمیبینیم ولی گرفتاریم. شما الان ببینید که در یک عصر زندگی میکنیم که هیچ کس احساس خوشبختی نداره، برای اینکه هممون تو همدیگه به نوعی درگیر اینجور مسائل هستیم، یه جاش اینطوری، یه جاش اونطوری. لذا میبینیم که همه چی داریم فقط یه چیز نداریم، همون خوشبختی هست. اگه که ببینیم کسی لقمش حرامه ولی این شادی شوری رو مثلا وقتی منظرش هستیم، این شادی شوری رو اون غذا داریم بس بخوریم، دقت بفرمایید که ما میریم اینجا اونجا بالاخره غذا میخوریم، در یه رستوران در هر جای دیگه غذا میخوریم. بحث این سیستم عدالتیه که صحبتشو میکنیم هوشمندانه تر از این حرف هست. هوشمندی است، هوشمندی حاکمه. این هوشمندی دقیقا نقش منده رو در این ماجرا داره میبینه، میدونه که روی من یا من چه نقشی توی این ماجرا دارم. ما به طور کلی یه مسئله رو که اینجا عنوان میکنیم که این شارژ شعوری ما داریم اجرا میکنیم. اگر خودمون در چیزی نقشی نداریم مسلماً تأثیری روی ما نداره، حتی این کارم نکنیم نه تأثیر منفی روی ما نداره، چون ما دخیلی نیستیم. دقت میکنید ما میریم یه پیزا فروشی پیزا میخوریم، غذای درویشی که میدونیم ریاضت میکشیم اینجوری. حالا اجازه بدین ممکنه که اون پنیر رو که ریخته روی اون پیزاش یه جای دزدیده باشه. خب ما که دخیل نیستیم، که ما نسبت ما به او درسته، او به نفر ثالث غلطه، اون خودشه دیگه، اون مسئله خودشه. بنابراین یک قضایایی هست که توی این نظام هوشمند، در این نظام هوشمند مورد سنجش قرار میگیره. کافیست که ما بدونیم که پشت ماجرایی که ما توش دخیل هستیم نارضایتی نیست، آه و ناله و نفرینه، کسی نیست. حالا تو این دوره جلسه بعدمون کنترل تشویش منفی 4 نفرین. حالا چرا تو الانم گذاشتیم ببینید که چه بحث سنگین و مشکل و مفصلیه، ولی درگیریم. یعنی نارضایتی، نفرین، هممون گرفتاریم و گذاشتیم تا بتونیم سر فرصت تعریف کنیم. برای خودش هم بیرونریزی داره، برای خودش هم مسائلی داره. لذا این زبان انسان یا زبان پیرامونی ما زبان مفصل و پیچیده ایه و در واقع تمام این دستورالعمل هایی که در احکام در طول تاریخ گفته شده تحت همین عناوینی که نمونهشو اشاره کردیم، همه اینها میخواد نشون بده که ما به یک احساس خوشبختی برسیم یا نرسیم. این چیزاست که داره تعیین میکنه ما چه احساسی داشته باشیم، نه اون چیزی رو که داریم.
اینا همه دخیل توی این ماجراهایی که احساس رضایت درونی میکنیم یا نمیکنیم. ما فرمودین هر کس نتیجه اعمال خودشو داره. مثلا من یه خونه رو میخرم ولی نفر قبلی باقی رو خراب کرده، در حالی که منی که اونجا خونه بله آلوده میشم. بله اون موضوع فرق میکنه. اون موضوع یا یک تو اینا عرض کردم پیچیدگی های زیاد داره. شما همون خونه رو میخرین، خونه ای که توش سازنده با بنا و اینها دعوا مرافع داشته، این خونه با دعوا مرافع تموم شده، شما که نقشی ندارید توش، ولی وقتی میرید تو این خونه تششعات منفی رو که روی اون خونه سوار شده شما در معرضش قرار میگیرید. دقت فرمودین؟ یک جاهایی ما پاهامون به پای هم بسته شده، شما جدا از من نیستین، یه جایی شما جدا هستین. توی این چیز باقی که تخریب شده، موجودات غیر ارگانیک اون مکان اونجا شروع میکنن به اصطلاح اذیت و آزار، اونجا هستن، شما میفروشی اون میخره اون میخره. اما اومدن به ما گفتن که این قضیه رو چطوری حل و فصل بکنیم، اشتباهی رخ داده چجوری این اشتباه رو ما جمع و جور بکنیم. یک کسی خیابون رو کثیف کرده، یک کسی آشغال ریخته، یک کسی ما چیکار بکنیم؟ یعنی در واقع از اون ور اینطوریه، از این طرف هم امکان اینه که شما به آگاهی های تجهیز باشید بتونید ماجرا رو فیصله بدید یا تحت کنترل در بیارید، اینم هست. شما میاد تو اون خونه، همون خونه که یکی دیگه تخریب کرده، یکی دیگه پاکسازی میکنید، همین تششعی که شما میاد تو این خونه که با دعوا مرافع خاتمه پیدا کرده، مثلا اینو چیز هستین میبینید بعضی از خونه ها میگید آمد نداره، بعضی ها رو میگید داره، خوش یمنه، بعد یوم چیزی به نام یوم نیست، ذره به ذره عالم هستی مثل همه. اون چیزی که باعث این قضایا این احساسا میشه بارهایی است که ما خودمون سوارش کردیم، اشتباهاتی است که ما خودمون داریم، موجودات رو نمیدونم تحریک کردیم، انداختیم به جون خودمون و این مسائل. بعد میگیم که این خونه برای ما اومد نداشت، این خونه اومد داشت، در حالی که از این حرفا به خودی خود درست نیست، اما در واقع محصول این ماجرا هاست که ما می توانیم مجهز باشیم، آگاه باشیم و اشتباهات گذشته رو پاک بکنیم. حالا خودمونم مرتکب نشیم، چون وقتی این شناخت رو به دست آوردیم خب خودمون هم مرتکب نمیشیم دیگه، درسته؟ و اشتباهات گذشته رو هم پاک بکنیم. اما اگه ما هم ندونیم، ما هم میریم توی این ماجرا و چی میشیم؟ درگیر میشیم. به عبارت دیگه بعضی از مسائل اینطوریه که به ما میگن میخواستی بری آگاه بشی رفع موزل بکنی، چرا رفع موزل نکردی؟ بی خودی نشستی عذاب کشیدی، خب میرفتی میفهمیدی شاید شعور چیه، میومدی اسلام میکردی، ما تو رو فرستاده بودیم که همین چیزا رو یاد بگیری. خب قبلی تو ناآگاه بود، تو هم اومدی ناآگاه بودی، خب همینجوری اشتباه در اشتباه. یعنی در واقع به ما میگن که خواهند گفت چوب ناآگاهی رو خوردین، میبایستی میدونستی مکانت رو پاکسازی میکردی، این کارو میکردی، اون کارو میکردی، و در واقع اون چیزی رو که ما باید مجهز بشیم، ما نمیتونیم بگیم چرا اشتباه کردن، چرا درخت رو بریدن، چرا تخریب کردن، نمیتونیم، کردن دیگه، ما که نبودیم که جلوشونو کردن، حالا ما چه کار بکنیم؟ درست شد جناب علی پور؟ ما چه کار بکنیم؟ این اتفاق افتاده، خب این اتفاقی که افتاده دو تا مسئله برای ما داره، یکی شناخت ما، بینش ما نسبت به این قضیه بینش کمال گرایانه ای بشه که ما اون اشتباهات رو نکنیم،
دو بتونیم پاکسازی کنیم، رفع و رجوع کنیم، حل و فصل کنیم، درست کنیم، خلاصه که بتونیم زندگی بکنیم. ببینید یک بار پاکسازی به خودی خود کافیه، ولی ما امروز پاکسازی میکنیم، فردا آلودگی دیگری رو به تو زندگیمون میکشونیم. موضوع یک چیزه، موضوع یک چیزیه. من خودم رو میگم این شناخت و دید ما کافی نیست، ما مطالب رو درست کامل نمیشنویم، مطالب رو درست کامل پیاده نمی کنیم. ما امروز یه جزشو میگیریم، اما منده از اینجا میرم بیرون با خودم یه لشکر موجود غیر ارگانیک رو برمیگردونم میارم تو خونه، از این باید پاکسازی میکنم، از این باید میرم تخلفاتی رو که مرتکب میشم نسبت به هستی، خب میرم یه جای غیبت میکنم. غیبت که میکنی امواج منفیه، تجشوه منفیه روز کلت سوا میشن، میریم یه جای دیگه، یه مسئله میریم تو خونه، میگیم که من دیروز پاکسازی کردم، مثل اینکه این چیزه کار نمیکنه ها. میدونی چطوریه؟ این مسئله ظرافت داره، ظریفه. توجه فرمودین؟ ما فکر میکنیم که در واقع همین که دستمونو بگیریم دیگه مشکلمون حل شده. مشکلمون حل میتونه بشه، لازمه، ولی کافی نیست، چون اون اصولی رو که گفتیم رعایت نکنیم، از این ور پاکسازی میکنی، از اون ور میکشونی میاری. فاز منفی گفتیم نریم، خب نمیریم، میریم. نمیدونم حد که حرمت ها، میبینید که اهانت ها میکنیم، مسائل میگیم، دشنام ها، لعنت ها، همه اینها به سوی ما بر میگردونه این قضایا رو. و خب حالا مسائل دیگه هم که گفتیم، مثل غیبت، دروغ، تهمت، افترا و همه این چیزا هم تششعات منفی داره، بلا فاصله کلمون سوار میشن و ما میبینیم که امروز آلوده، فردا آلوده. بعد یک موضوعی رو هم ما نمیتونیم بگیم، خب ببینید یک موضوعی رو هم ما فقط یک مسئله داریم و تواصل به صبر. میگه که آلودم میگیم صبر کن، کار کن. هر کس میگیم صبر کن، کار کن، صبر کن، کار کن. همینطوری این چیزیست که و تواصل به حق و تواصل به صبر، حق که اینا رو رعایت کن، صبر صبر کن تا زمانی که این زمان به داد ما برسه و این مطالب رو ما به ادراکش نائل بشیم، درکش بکنیم. گفتن میدونید، میگیم، بارها گفتیم، گفتن فایده ای نداره. بارها 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 چند بار دوستان عزیزم این صحبت ها رو به اصطلاح شنیدن. خب ما یکی میاد میگه که من دوباره اینجوری شدم، اونجوری شدم، بیزار شدم. تا ما نمیتونیم بگیم تو تخلف کردی، من نمیگم، یعنی محرزه ها، ببینید محرزه، برای خودمون محرزه، اما من به خودم اجازه نمیدم برگردم بگم تخلف کردی. توجه میکنید؟ چون انسان اصلا برای خطا اومده، انسان اصلا اومده خطا کنه و از این خطاهای خودش زنگفی صحبت کردیم، اصلا این خطاست که ما رو زنده کرده و زنده ایم. خب لذا میگیم که کار کن، یکی بحث حقه، ایناست، این حقه، حد که حرمت نکن، اینو نکن، اونو نکن. خب و بعد بحث اینجاست که صبر، استقامت کن، استقامت کن، صبر و باز کار کن، تا این فاصله ها فاصله هایی باشه که ما به درک موضوع نائل بشیم. اینه که برگردیم بگیم که تو خطا کردی، مشکلی رو حل نمی کنه و ممکنم هست تازه باعث ناامیدی بشه، باعث یأس بشه. و خلاصه کلام این مسئله نیست که خطا، این چشم خطا پوش یکی از مباحث عرفانه. به طور کلی ما مکان رو
و هر چیزی رو میتونیم شارژ شعوری بکنیم. شارژ مکانی، مکانی به ما میده که اسمش میشه میکده. خب اینه که به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک در میکده کهل بصر توانی کرد. میکده تعریف داره. میکده جایی است که در خودش شارژ شعوری مثبت داره، به همچی جایی میگن میکده. و این جا همین که وارد بشی خودش باز برای خود جریان هوشمندی رو داره چیکار میکنه، به جریان میندازه و نمیدونم، حتی خود مکان، حتی تا فضاهای این مسئله هست، این حالت هست. بنابراین ما حالا این قضایی ها رو میتونیم چه در مکانهای خودمون و چه به همه ابعاد زندگی میتونیم چیکار بکنیم، وارد بکنیم. و همراه و همزمان با این شارژ ها بحثی که مهمه اینه که شناخت دقیق، به شناخت دقیق نائل بشیم و تا بعد به مرور زمان اون ادراک، درک موضوع که میخواد بیاد حرف آخر رو بزنه، حرف آخر تو درکه. شناخت و اینام که خوبه، صحبت میکنیم، جنبندی میکنیم، میگیم اینه، اینه اشکالاتمون، اینه مسائلمون، اینه همه این قضایا. معرفت موضوع رو داره آشکار میکنه، معرفت این احکام، معرفت این مسائل، این قضایا رو به اصطلاح آشکار میکنه تا بعد ما ادراک از راه برسه. ادراک نیاز به صبر داره. حق گفته میشه ولی جا افتادنش نیاز به زمان داره. زمان میتونه از صفر ثانیه باشه، همون گفتیم کمال، یه لحظه. ما این همه صبر میکنیم برای همون یه لحظه، اون یه لحظه یه دفعه حق آشکار بشه. ببینید مکانی که توش بتونید دسترسی داشته باشین، اون دیگه آپارتمان زیری شما یا روی شما میشه راه دور، چون شما نمیبینیدش، چون در دسترس شما نیست. درسته یه دیوار ما رو جدا کرده، اما همون یه دیواری که ما رو جدا کرده میشه راه دور. بحث شارژ شعوری، بحث این قضیه برای کسی که اون تو قرار داره یک مجوزی بهش داده شده، میتونه این کار رو بکنه. اون مسئله جای خودشه، این مسئله جای خودش قرار میگیره که در نهایت تشخیصاش با اون هوشمندی است. بله. ببینید اون عرض میکنم خدمتون، اون مسئله که مثلا این قصب خرید و فروش، منظور مال دزدیست. من خدمتون میگم یک موقع شما میدونید یک کسی یه چیزی رو دزدیده، حالا آپارتمانه، حالا هر چیه، یعنی شما میدونید که این مال دزدیه، اون یک قضیه داره. یک موقع شما میدید سندی موجوده، این سند بهش هیچ خطایی نیست، محضر قبولش میکنه، هیچ مشکل قانونی نداره و شما میخرید. دیگه اینه که اون چجوری اینو به دست آورده، اون ماجرا مربوط به خودشه، شما مربوط به خودتونه. حالا اینجا میتونه شارژ شعوری بکنید، اونم میتونه، منتها دیگه در نهایت میشه نمیشهش اثر داره نداره با اون هوشمندی است که تشخیص میده که این قضیه اینجا پیاده بشه، پیاده نشه، چطوریه و به اصطلاح به طور کلی. خب بنابراین ما این قضیه رو میتونیم پیاده بکنیم و حالا شما نتایج عملیش رو هم ببینید. خب گدای در میکده کهنه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. ممنون، سپاسگزاریم.